Lógico. Depois se yoku mamuna bariye hani zahmet ekimi kişit دست شما واقعا درد نکنه. جلسه امروز رو هم خواهشم. برگزار خواهیم کرد. این مداری چون مخاطب ما اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند، طبیعیه که بر ترتیب برگزاری این جلسه رو هم خواهیم داشت و از حضور شما هم یک بار دیگه تشکر میکنم. به خانم دکتر محمد حسنی هم سلام میگم. به جامعه ما پیوستند خدمتشون خواهیم بود. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. منم خدمت خانم دکتر سلام عرض میکنم. سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه. متشکرم از پیگیری های شما، خیلی ممنونم. انشاءالله که بعد از چند دقیقه ای شروع خواهیم کرد. من آقای دکتر زرقامی، لطفا بفرمایید که در چه بازه زمانی کار رو پیش ببریم و اگر اجازه بدید من فایل ها رو روی سامانه بارگذاری بکنم. بله خواهش میکنم، زحمت میکشید. من فکر میکنم که حالا البته یه مقداری هم طبیعی که توجه میکنیم به شرایطی که مخاطبین دارند و اینها میزان شرکت کننده ها طبیعتا نقش خواهد داشت، ولی در مجموع فکر میکنم همون زمانهایی که خودتون پیشنهاد دادید زمانهای خوبی باشه دیگه. یعنی شروعی رو ما خواهیم داشت. حالا اگر بتونیم بعد از اینکه شما اون موارد رو شیر بفرمایید همزمان، بعد میتونیم به حال معرفی اولیه داشته باشیم، شما شروع بفرمایید، بعد بریم سراغ گفتگو. حالا با توجه به میزان مخاطبی که خواهیم داشت این گفتگوها رو میتونیم تنظیم بکنیم و خلاصه مواردی هم که شما سلام میدونید خواهم همه جلسه هم که ضبط میشه به طور کامل و صدا و احتمالا تصویر جلسه هم در اختیار شما خواهد بود برای هر گونه در واقع بهرهگیری در راستای تکمیل اون طرح و حالا ارائه گزارشش برای دانشگاه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، هر زمان که اجازه بفرمایید من شروع خواهم کرد. من عرض سلام دارم و خوش آمدگویی خدمت همه عزیزانی که در کارگاه یا به عبارت دیگه این نشست تشریف دارند. خوش آمدید. موضوع این نشست ابتدا ارائه گزارشی است از یک طرح پژوهشی با عنوانی که ملاحظه می‌فرمایید واکاوی الزامات و استانداردهای آموزش طراحی محیط یادگیری در فضای یادگیری الکترونیکی و پیش از این گفتگوی بین همه عزیزانی که تشریف دارند با توجه به تجربه هایی که در عرض این دو سال گذشته در استفاده از محیط های آموزشی برخط داشتند و احتمالا بحث در مورد اینکه این تجربه های موفق چگونه میتواند آینده این گونه از آموزش ها رو بیش از این چیزی که اتفاق افتاده متحول کنه. خدمت خانم دکتر محمد حسنی هستیم، عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی که نخست خلاصه ای از نتایج پژوهشی خودشون رو در این باره ارائه بفرمایند و سپس به بحث گفتگو درباره تجربه های موفق در زمینه تدریس و مدیریت یادگیری برخط خواهیم پرداخت. خانم دکتر محمد حسنی خدمت شما هست.
جناب آقای دکتر زرقامی از پیگیری های شما. به نام خدا، عرض سلام، ادب و عزیزان محترم، همکاران بزرگوار، عزیزانی که در این تایم وقت گذاشتن و در جلسه حضور دارن، وقت همگی به خیر. همچنان که آقای دکتر زرقامی فرمودن، ما قرار هست در خصوص فشارگذاری تجربه های موفقمون در تدریس و به طور کلی مدیریت یادگیری برخط در این نشست با هم دیگه گفتگو بکنیم و اونها رو به اشتراک بذاریم. پیش از اون من اجازه میخوام که خیلی کوتاه عرض بکنم خدمتتون که چرا اصلا چنین نشستی برنامه ریزی شده که معاونت پژوهش فناوری و در دانشکده روانشناسی علوم تربیتی آقای دکتر زرقامی و همکارانشون این نشست رو در حقیقت برنامه ریزی کردن. در یک طرحی که ما در خصوص آنچرا که برای مدیریت به طور کلی مدیریت یادگیری برخط ما نیازمند اون هستیم به عنوان مدرس که براش برنامه ریزی بکنیم، براش طراحی بکنیم، یه سری الزامات استانداردها نیاز داریم و یکی از اونها قطعا به حوزه عمل مدرس برمیگرده و اون مهارت‌هایی که باید داشته باشه. به اینجا رسیدیم که خب این مهارت‌ها یکی از راه‌های کسب کردنش به اشتراک گذاشتن همین تجربیاتی هستش که افراد در این موقعیت‌ها کسب کردن. من اجازه می‌خوام پیش از این که بریم سراغ این که اصلا چرا ما باید این تجربیات رو به اشتراک بذاریم، یک خلاصه خیلی کوتاه در خصوص این که پژوهش‌ها وقتی میان چالش‌های اعضای هیئت علمی رو در هم تدریس برخط یا به طور کلی بگیم مدیریت یادگیری برخط بررسی میکنن، خب همچنان که مستثار هستید خیلی از چالش ها میتونه به مقوله های متفاوتی برگرده. نتیجه پژوهشی که من انجام دادم منو به یک سری مقولات رسون که خب خیلی هاش رو شما بزرگواران پیشتر شنیدی، در خصوصش اطلاع دارید، حتی به عنوان مدرس یا معلم باهاش روبرو بودید و اینها مواردی نیستن که ما توی این چند مدت خیلی برامون بیگانه باشن یا اصلا باهاشون روبرو نشده باشید. اما من میخوام از چالش هایی که به طور کلی یا بهتر بگیم خیلی جنرال هم کلی هستن رد بشم و بگم که یک اتفاق مهمتر بین چالش هایی که ما داریم که خب این مدیریت یادگیری در فضای برخط رو برای ما سخت یا پیچیده میکنه، ارتباط این مقوله ها با هم دیگه هستن. به طور مثال قطعا چالش اقتصادی، قطعا چالش های فنی، قطعا بحث زمان که ما مجبور شدیم به یک باره به فضاهای برخط کوچ بکنیم برای ما چالش هایی رو به همراه آورد که خب در بکارگیری مهارت هامون حتما دچار یه سری پیچیدگی ها شدیم یا فرایند ارزشیابی رو برای ما پیچیده کرد یا ارتباط و تعامل و بحث درگیری یادگیرنده هامون که بسیار بسیار به حوزه عمل ما ربط پیدا میکنه رو برای ما پیچیده کرد. اما یه سری از این معقولات رو وقتی داریم نگاه میکنیم، اگر من رو نشون بدم، دیدیم که مثلا وقتی به معقوله مثل مهارت میرسیم، من یک نمونه شاهد برای شما بزرگواران آوردم. دیدیم که بحث تسلط بر یه سری مهارت ها، یک سری ویژگی ها هست که دیگه برمیگرده به خود مدرس. درسته که یک همافزایی بین مقوله های متفاوت وجود داره خدمتتون عرض کردم، اما یک بخش هایی وقتی در ارتباط با سایر مقوله ها بهش پرداخته میشه، بهش توجه میشه و براش گام برداشته میشه که در جهت اون که خب ما با این چالش چه شکلی مواجه بشیم، روی بقیه موارد هم میتونه تاثیر بذاره. قاعدتا در بحث مهارت وقتی حالا اون مصاحبه هایی که ما انجام دادیم تحلیل میشد، بررسی میشد، میدیدیم که افراد دارن به مهارت هایی مثل مهارت های تدریس برخط اشاره میکنن، یا اینکه من چطور در اون فرایند وقتی مجبور شدم به یک باره به فضای برخط بیام، آیا مهارت های قبلی به دردم خورد یا نه، یا اونها رو چه شکلی باید استفاده میکردم. یکی دیگه از موارد حالا در بخش مهارت قطعا استفاده از کار با سامانه غیر از حالا اون تدریس
برخط جستجوی منابع، یا یک چالش بسیار بزرگتر که مخصوصا با بحث زمان بسیار در ارتباط هستش و اون بار کاری مدرس، بحث تولید آماده سازی محتواها هستش. آیا افراد موقعیت هایی رو پیدا کردن یا راههایی رو برای پیدا کردن آنچه که ما بهش میگیم LO ها، learning object ها، یعنی اون قصه های آماده با استفاده چندگانه، استفاده مجدد، آیا به اینها دسترسی پیدا کردن؟ خب با اشاره گذاری اینها ما کجا میتونیم این بحث مهارت رو افزایش بدیم و چطور میتونیم برای این چالش فائق بیان؟ یکی دیگه از مواردی که دوباره در تحلیل ها بسیار بسیار مهم بهش پرداخته شد بحث ارتباط و تعامل بود، که درسته به مهارت های من مدرس برمیگرده و خیلی حوزه های دیگه که خدمتتون عرض کردم به هم افزایی با مقولات دیگر حتما مرتبطه. اما حتما در این چند ترم تجربه هایی در عمل شما بزرگواران وجود داره که این ارتباط و تعامل به گونه بهتری انجام شده، غیر از حالا اون بحث دانشی و بحثی که خب ما این مهارت رو برای ارتباط و تعامل باید کسب بکنیم، یکی از راه‌های کسبش همین بشار گذاشتن این تجربیات هستش. این نمونه هایی که من خدمتتون دارم نشون میدم نمونه هایی هستش که به بحث امروز ما ارتباط بیشتری پیدا میکنه، به جهت اینکه خب ما شاید نتونیم در حوزه مثلا اقتصادی یا مثلا در حوزه فنی بگیم ما چطور اومدیم در این چند ترم راهکارهایی رو استفاده کردیم که خب ممکنه خیلی هاش اصلا در حوزه عمل ما نباشه، اما در بحث مثلا ارتباط و تعامل، مهارتهایی که به حوزه عمل مدرس برمیگرده و مهمتر از اون بحث ارزشیابی که واقعا یک چالش بسیار بزرگ در حالا اون تحلیل هایی که ما انجام دادیم بود، حتما و حتما میتونه سلوشن هایی در این جلسه براش پیدا بشه. میبینید نمونه هایی از اون شاهد، یعنی جملات شاهدی که افراد مطرح کردن که چرا ارزشیابی برای اونها در فضای برخط میتونسته یک چالش باشه. خب نیازهای ما، یعنی اون نیازهای آموزشی ما که ما باید به عنوان یک هدف به دنبالش بریم، قطعاً از تحلیل این حداقل این سه تا چهار تا مقوله مهم بیرون میاد که خب من میخوام بدونم که چه چیزی سبب شده که ما بگیم آهان الان در فضای کنونی ما نیازمند این هستیم که غیر از دیگه، چون بالاخره وقتی ما حرکتمون رو آغاز کردیم، حالا یه کوچی بالاخره اتفاق افتاده در این فضا، اگر ما بخوایم این رو ادامه بدیم، حالا به هر شرایطی، به هر دلیلی، چه کرونا وجود داشته باشد چه نداشته باشد، اگر ما بخوایم به شکل تماما برخط یا تلفیقی بریم سراغ آموزش هامون، حتما بحث مهمی که این تغییر برای ما داره از جهت پداگوژی اون هستش، از جهت اینکه ما چطور باید این موقعیت ها رو از حوزه عمل معلم یا مدرس پیش بپردازیم و این مهارت ها رو در اون کسب بکنیم. برای اینکه بدونیم که چرا تجربه های موفق افراد در این فضا مهم هست، من اجازه میخوام که این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. و بعدش بریم سراغ این که یک تجربه کوتاهی رو مطرح بکنم خدمت شما با توجه به این، و بعد سراغ شما بزرگواران بریم در خصوص به اشتراک گذاشتن تجربیاتی که در این فضا داشت. کسی است که تجربه فضای برخط رو نداشته باشه، اما آمادگی برای مدیریت یادگیری برخط یه بحث دیگه است. حالا که از بحران به سمت عادی شدن پیش میریم، باید برای تغییر در جهت پیشرفت و ادامه راهی که برای اون تلاش زیادی شده برنامه ریزی کنیم. چطوری هماندیشی با اعضای هیئت علمی و پشتیبانی از عملکرد اونها میتونه به این جریان کمک کنه؟ 1. شرایط کنونی در کنار چالش یه فرصته. نباید تمایل به خروج سریع از بیماری و بازگشت به وضعیت قبلی توسعه حرفه‌ای در یادگیری برخط رو به فراموشی بسپره. 2. اعضای هیئت علمی در طیف وسیعی از تجربه و نیاز قرار دارند. ممکن آموزش برخط برای برخی از دانشکده‌ها کاملا ناشنا بوده باشه، اما برای دانشکده‌ای که قبلا در آموزش برخط مهارت داشته، شرایط کنونی فرصتی برای کشف ابزارهای جدید و استراتژی‌های نو برای تغییر روندهای آموزشی فراهم کرده. بنابراین لازمه به این نیازها توجه کنیم
و قدر این تجربه ها رو بدونید. 3. اعضای هیئت علمی با اهداف یادگیری که بر کسب دانش و توسعه مهارت های جدید تمرکز داره، تغییر به سمت آموزش برخط رو مثبت و به عنوان یک چالش مفید تلقی میکنه. در عوض افراد با اهداف اجتنابی که تنها برای جلوگیری از وجهه بد و برای انجام حداقل کار تلاش میکنن، تغییر به سمت آموزش برخط رو یه تهدید تلقی میکنن و استرس حرفه‌ای بیشتری رو تجربه میکنن. در همین راستا باید روی انگیزه ها و هدفهای افراد تمرکز بیشتری داشت. رؤسا، معاونین، مدیران گروه و سایرین چطور میتونن از اساتید برای ادامه تدریس برخط حمایت کنن؟ برنامه ریزی بر مبنای تجربه. حتی مدرسان کارکشته هم تجربه هایی در دوران یادگیری آموختن که به اونا اجازه میده کار خودشون رو در آینده اصلاح کنن. مدیران باید این رو بپذیرن و فرصت های توسعه بیشتر رو در دسترس قرار بدن. فرصت گفتگوی تعاملی در مورد تجربه یادگیری برخط رو از دست ندید. اعضای هیئت علمی و دانشجویان در مورد نیازهای خودشون در زمان همه‌گیری در نظرسنجی‌های بسیار زیادی شرکت کردند. در عوض اون چیزی که ما نیاز داریم یک مکس و فضایی برای گفتگوهای تعاملی در مورد آموزش‌های برخط. اعضای هیئت علمی رو در گروه‌های کوچک گرد هم بیارید و پیرامون این مباحث گفتگو کنید. چه چیزی کار کرد و نتیجه مطلوب داد؟ چی نشد و نتیجه مطلوب نداد؟ چه چیزای شگفت‌انگیزی کشف کردیم؟ در آینده دوره برخط رو چطور طراحی کنیم؟ آیا تکالیف بیشتری خواهیم داشت یا تکالیف کمتر؟ قبل از اینکه دوباره به صورت برخط آموزش بدیم چه چیزایی باید یاد بگیریم؟ به ثمر نشستن تلاش‌ها در آموزش برخط مستلزم سرمایه‌گذاریه. تنها اضافه شدن به حجم کاری اعضای هیئت علمی بدون اعطای مشاور، فراهم نشدن پشتیبانی قوی فناوری اطلاعات، نبود زمان و دوره‌های آموزشی مثل اینکه چطور یادگیری خرد رو طراحی کنن، اثر بخش نخواهد بود. و در آخر اینکه به جایگاه اصلی آموزش و یادگیری برخط در فرایندهای تصدی، ترفیع و ارتقا اهمیت بدیم. بسیار عالی. من فکر میکنم به اندازه کافی مطالبی که آنچه که در ذهن من هست به عنوان این که چرا ما نیاز داریم که تجربه هامون رو به اشتراک بذاریم، این کلیپ خیلی موشن گرافیه خیلی واضح اون رو مطرح کرده. من اجازه میخوام که آقای دکتر زرقامی، اگر دوستان آماده هستن، اگر همکاران بزرگواران آماده هستن، چون من خودم هر وقت این کلیپ رو میبینم توی ذهنم آنچرا که براش برنامه‌ریزی کردم، آنچرا که توی ترم ها باهاش روبرو بودم، در ذهنم میاد که خب چه چیزهایی به عنوان تجربه میتونم بگم. اگر چیز بدید از حضار محترم شروع بکنی و این بزرگواران تجربیاتشون رو بگن و بعد من یک نمونه ای رو خدمت شما شیر بکنم. اگر موافق هستید آقای دکتر، از بزرگواران بخواییم که اعلام آمادگی بکنن و تجربه هاشون رو با ما در اشتراک بگذارن. بله، من اعلام موافقت کردم. خیلی مشتاقم به این قضیه. از دوستان میخواییم که اعلام آمادگی بفرمایند. هر کدوم از عزیزان فکر میکنن که در ارتباط با بعض تجربه هایی که در عرض این دو سال داشتند، اون تجربه هایی که به هر حال موفق بوده، به هر ترتیبی فکر میکنید یه انگیزه ایجاد شده برای وضعیت بهتر در این شرایطی که داریم تجربه میکنیم، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. البته من خودم هم یه وقتی از شما میگیرم خانم دکتر که مواردی رو خدمت شما برای گفتگو عرض کنم. اختیار دارید آقای دکتر. پس اجازه میفرمایید من شروع بکنم؟ بفرمایید، حتما بفرمایید. بله، خیلی ممنونم. یک بار دیگه سلام به همه عزیزان و سپاس به خاطر حضورتون در این کارگاه. ممنونم که فرمت این صفحه رو هم تغییر بدیم. اجازه بفرمایید من این دیسکشن نوتس رو هم ببندم که مقداری این فضایی که دوستان اعلام نظر هم میکنند فضای بهتری هم باشه. بدون عذرخواهی که نیازی فعلا به لگیری هم نداریم، این هم پاکش بکنیم که باز یه مقداری
این فضاها تغییر بکنه. من عمدن دارم این کارها رو انجام میدم برای عزیزان که چند تا مورد رو با هم دیگه به گفتگو بشینیم. من خیلی لذت بردم از نکته هایی که شما توی این طرح تحقیقاتتون عرضه کردید. واقعش من حتما باید خودم بشینم با دقت تک تک این عناصر رو ببینم، چون این عناصر خیلی ارزشمنده از این نظر که دوستان گرامی، ببینید انگار مثلا ما یه تعداد قابل توجهی از این تجربه رو داشتن، خانم دکتر در تحقیقشون رفتن با اینها گفتگو کردن، حالا به هر ترتیبی، بعد اینها این موارد رو گفتن، بعد اینا اومده همه جمع‌بندی شده. حالا جالبه که خود من یکی از زمینه‌های کاریم همین حوزه آموزش مجازی هستش، حالا هم به دلیل رشتم هم به دلیل تحقیقاتم که از زمان رساله دکتری تا الان ادامه داره. اما امروز که شما این موارد رو میگفتید، بعضی از این چیزها هنوز در ذهن من جا نگرفته بود، یعنی نمیدونستم که این عنصر هم میتونه چی باشه، مؤثر باشه. ولی به هر ترتیب میخوام بگم که گفتگویی که امروز با همه عزیزان خواهیم داشت، فکر میکنم که گفتگوی خوبی هستش. ممکنه احتمالش هست که در جلسه امروز ما در واقع از دانشین تسلیلات میگم باشن، که البته خوش آمدن، چون جلسه میتونه برای همه کسانی باشه که در آموزش مجازی در واقع حضور داشتن. حالا حتی یه دانشین تسلیل تکنیم از این نظر میتونه کمک بکنه که به هر ترتیب خودش بوده، چه بس یه تجربه موفقی رو از طرف خودش یا از طرف اون استادی که اون درس رو داشته دیده و میتونه اینجا برای ما به اشتراک بذاره. بنابراین ما از همه عزیزان میخواییم که در این گفتگوی ما وارد بشن و بگن که چه اتفاقاتی افتاده. ببینید من اجازه بدید یک اشاره بکنم، عذر میخوام خانم دکتر، من یه مقداری دارم وسیع‌تر از اون چیزی که بعد صحبت میکردم صحبت دارم میکنم، ولی فکر میکنم که بد نیست اشاره به این موضوع. ببینید یه اتفاقاتی افتاد در عرض این دو سال گذشته. اولی که ما قبل از اینکه وارد این مشکلی بشیم که جهان رو فرا گرفت به نام این ویروسی که در به عنوان کووید 19 در واقع معروف هستش، خب این قبل از اون یه جور دنیا داشت میرفت به سمت بحثای مربوط به آموزش برخط و اینها. در کشور ما البته این اتفاق افتاده بود، ولی فراگیر نبود. فراگیر نبود به این معنا که ما احساس میکردیم خب اینم یک امکان جدیدی اومده میتونه کارهای انجام بده، ولی ضرورت به اون معنا که حالا ما اساتیدمون، معلمامون، فراگیرانمون درگیرش بشند اتفاق نیفتاد. درست شد؟ ولی این مسئله، این بحران ما رو برد به این فضا و دیدیم که خب اولش هم به قول شما گامی با اکراه، بعد بین شخصیت های مختلف، آدم های مختلف تفاوت بود. بعضی ها استقبال میکردن، بعضی ها میترسیدن، بعضی ها استرس داشتن، بعضی ها همین الانشون قبولش ندارند ها، بعضی ها اینقدر دوستش دارن که دیگه نمیخوان ولش کنند ها. یعنی میخوام بگم که به هر ترتیب این تفاوت ها رو ما داشتیم. تحقیقات توی دنیا به صورت جدی از همون اولین سالهای قرن 21 خیلی جدی و گسترده در این بازه در این مورد بود. نمونه های موفقی از این آموزش های برخط، یا حالا این که میگیم برخط یه معنای خاصی هم پیدا میکنه دیگه، برخط به یه معنا همهشون برخط تن همه آموزش مجازی، ولی به یه معنای خاص تر خب میگیم ما منظورمون اون زمانی هست که همه اون مشارکت کننده ها متصلن و دارن برخط دریافت میکنن. اما برای نمونه من میخوام این رو بگم، میخوام بگم مثلا شما این موکا یک تحولی رو نوید میداد در آموزش. من اون ویدئوی آقای اگاروال رو متاسفم که الان ندارم، یه چند دقیقش رو برمو شدیم، ولی در سال 2012 یک چیزی میگه توی اون گفتگوی تد که حالا اگر دوستان خواستن میتونن، من اینجا مینویسم اسم این فرد رو که سرچ بکنید توی تد راحتی رو پیداش میکنید. اگاروال در واقع استاد دانشگاه MIT هستن و خودشون در واقع مؤسس ادکس هستن دیگه. حالا این میگه که همه چی تو دنیا تغییر کرده جز آموزش. همه چی تغییر کرده، مثلا میگه که بانکداری ما تغییر کرده، میگم همه چی ما دیگه الان
ما الان در دنیای الکترونیکی زندگی میکنیم، این حرف داره سال 2012 میزنه. اما این حوزه چشم، اگر آقای دکتر تماسب عزیز اگر شما موردی هست که میخواید ما بگیم حتما بفرمایید، در خدمت شما خواهیم بود. من فقط اگر درخواست شما رو ببینم خدمت رو خواهیم بگم، این نگاه من به قسمت چت ها هست. خب حضور شما هست شود که اونجا داره میگه که ولی آموزش این تغییر رو ندیده به خودش و این تغییر حتما به زودی اتفاق خواهد افتاد. و خب به هر ترتیب این کووید 19 این تغییر رو برای ما اجباری کرد. اما اجباری که دوستان ملاحظه بفرمایید تمام این نکته‌ای که خواهم گفت اینجا این فضا رو فضای موفقی بکنیم هست، ولی بیش از این که در حوزه آموزش ما میتونیم این فرصت این به عبارت نقاط قوت رو تقویت بکنیم، یه سری فرصت برای ما ایجاد کرده این آموزش ها در سطح جامعه. به چه معنا؟ به این معنا که شما ببینید مثلا ما الان هم توی این، من خیلی گفتم دوستانی که بحث من رو پیگیری میکنن بارها شده، ما اصلا در یه اندازه بزرگتر دنیا دیگه ظرفیت این نزدیک 8 میلیارد آدم رو برای زندگی به معنای سنتی نداره، تو این زمین نداره، این توان رو زمین داره آسیب میبینه، موجودات دیگه آسیب دیدن، محیط زیست آسیب دیده. خدمت شما عرض شود که ما با یک بحران کره زمین روبرو هستیم. این زمین داره یکی از اون چیزهای خودش رو طی میکنه، یکی از اون شرایط بسیار بسیار دشوار خودش رو، بعضی میگن مثلا چه میدونم چند مرحله تحول انقراضی در زمین بوده، حالا کسانی که مطالعات تاریخی در زمینه زیست شناسی و اقلیم کره زمین دارن انجام میدن، و یکی از تحول ها یکی از نقاط عطف همین چیزی که ما بایستادیم که ما داریم زمین رو از بین میبریم، داریم منقرض میکنیم خیلی از گناه ها رو. این مدل زندگی ما، این مدل سنتی زندگی ما که بریم و بیاییم و حالا اینجوری بی هوا، ها من بعض وقتا میگم که این بنزین مسئولی نشنوند هم بین خودمون، بنزین 30,000 تومانی رو بیاییم یه لیتری با قیمت واقعیش میسوزونیم همینجوری میریم و میریم برای یه جلسه، برای یه کلاس، برای. پس اگر ما آموزش رو تو این فضا بتونیم با کیفیتی مناسب برگزار بکنیم، علاوه بر این که در آموزش یه عالم قوت برای ما خواهد بود، بیش از این ما مشکل بخشی از مشکلات بزرگتر رو هم به این صورت کار کردیم حل کرد. اما نکته اینه که حالا چه کنیم که اینجا توی این فضا توی این شرایط ما در واقع وضعیت خوبی رو داشته باشیم. من یه دو ترم قبل وسط خدمت دوستان جدیدی که به جمع ما دارن میپیوندن عرض سلام داریم، خوش آمدید، چون به نظر میاد حتی از دانشگاهی دیگه هم خدمت بعضی از دوستان هستیم. حضور شما عرض شد که من دو ترم پیش از دانشجویان وسط ترم پرسیدم که شما نظرتون چیه در این باره، در باره همین شرایط کلاس های مجازی و اینها. دانشجو من گفت، یکی از دانشجوها اجازه گرفت صحبت کنه، گفت من متنفرم از این شرایط. گفتم چرا متنفری؟ یعنی مشکل چیه؟ چرا این احساس به دست داده از این نوع از آموزش؟ به من گفتش که من موقعی حس میکنم که دارم یاد میگیرم، خب که همکلاسیم رو کنار خودم ببینم، باید صحبت کنم. این یکی از اون نکته هاست که من خیلی فکر میکنم باش میتونیم صحبت کنیم. من در این مرحله صحبت هم خیلی دوست دارم صحبت دیگه هم داشته باشم، چون احساس میکنم که این موضوع برام خیلی جالب، این موضوعی که خواهیم که شما امروز نشستش رو ترتیب دادید برای ما. اما در این مورد خاص، اینکه دوست دارم ببینم، دوست دارم پیش دوستان باشم، دوست دارم در کلاس به معنای حضوری باشم، این جسم من، این بدن من حاضر باشه در اون شرایط یادگیری، خب این یکی از اون چالش های اصلیه. چالش معنی که حالا چجوری میتونیم موفق باشه توی تجربه های ما، از چیزهای کوچیکش، از موارد کوچیکش، مثلا اینکه ما تصویرمون رو روشن میکنیم یا نمیکنیم،
ببینید دوستان عزیز، ما الان چند تا جلسه دفاع بودیم، باز تجربه شخصی بگم این لحظه بایتون میگم به عمدن تصویرم رو در این لحظه باز کردم که واقعا میتواند یک سلوشن باشد. بله، یعنی میدونید چی خواهم بیتر ببینید، ما مثلا جلسات دفاع هم الان شرکت میکنیم توی فرد شرکت مجازی که ببینید دانشجویی که دفاعش تصویرش روشن نمی کنه یعنی ارائه میده، بعد ما نمیدونیم کیه چیه چه تصویری داره. بعد حالا ممکنه ما بگیم خب برای این کار مشکلاتی داریم، خب ابدا داره، امروز به این قضیه میتونیم صحبت بیشتری بکنیم، ولی اولین موردی که من فکر بکنم میتونی به تجربه موفق باشه، اولین موردی که میخوام پیشنهاد بدم به اشتراک بذارم اینه که چه کنیم، فکر کنیم چه کنیم. آقای دکتر معصومی عزیز از دانشکده فنی، میخوام بگم از دانشکده گوناگون دوستان تشریف دارن، چه کنیم که این احساس در محیط یادگیری اتفاق بیفته که ما اینجا حاضریم، بچه ها دانشجویان ما حاضرند، جمع یادگیرنده حضور دارند. نمیدونم، من یه وقتایی میگم بچه ها همه آماده باشید، به بچه های کلاس هم توی همین LMS دانشگاه خوارزمی، خب آیدو منتقلی خدمت شما عزیز سلام دیگه و همه دوستان عزیز دیگه، من عذر میخوام بعضی ها رو نام میبرم، بعضی ها رو نام میبرم، آقای احمدی هدایت و همه عزیزان دیگه، ولی میخوام بگم که به هر حال خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه همه عزیزان تشریف دارن اینجا. میخوام بگم که بعضی وقتا به بچه ها میگم، به کلاس هم میگم که بچه ها آماده باشید. اولی که این آماده باش همیشگیه برای بچه هایی که کلاس من رو تجربه میکنن، به منه که من میگم هر لحظه آماده باشه، من تصویرتون رو روشن کنم، بعد بعضی با آمد کنم، بعضی ممکنه حتی اعتراض هم من یه وقتی شنیدم، مثلا دانشجویی گفته که آقای زهرا می شما در کلاس آیا واقعا میتونیم ما رو ملزم کنیم به اینکه تصویرمون رو روشن بکنیم؟ اینو به صورت سوالی حتی از به صورت تهدید از من پرسیده، و خب ما با گفتگو و خنده و اینها گفتیم که احتمالاً ما میتونیم شما رو ملزم بکنیم به این دلیل که مثل این میمونه که سر کلاس میگه که شما باید حاضر باشید چهرهتون رو ما چی ببینیم. ولی بعضی وقتا من مثلا میگم بچه همه با هم دوربین رو روشن کنید، ما مثلا یک کلاس حدود 20 نفره 25 نفره تجربه کردم، مشکل اساسی پیش نیومده، به طور معمول امکان پذیر بوده، و خب این دیدن آدم ها، این که ما هم دیگر ببینیم شاید کوچکترین قدمه، حالا اینکه در آینده ای نزدیک تحولاتی اتفاق خواهد افتاد و ما این دیدن رو با تجربه سبودی توی دنیای متاورس قرار تجربه بکنیم که یه نوید بزرگ برای خود آموزش، به نظرم یه قدمی خواهد به این سمت. من خیلی طولانی صحبت کردم، عذر میخوام. دوستان گرامی عزیزم، امروز جمع شدیم که تجربه های موفق رو با هم به اشتراک بذاریم. من شروع کردم این بحث رو، از عزیزان میخوام که ادامه بدن، یعنی تجربه های دیگری رو هم بفرمایید که ما ببینیم که با چه تجربه های موفقی سر و کار داریم و احتمالا چه راه حل هایی داریم برای برخی از مشکلات. عذر میخوام. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زرقامی. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی همکاران محترم و تمامی بزرگوارانی که مجدد جدیدن به جمع و پیوستن. مجدد سلام عرض میکنم خدمت همکاران و دوستانی هم که از پیش در خدمتشون بودیم. بفرمایید هر کدوم از بزرگواران کلام آمادگی میکنن. چون در صفحه چت دیدم میکروفون شما رو باز کرده بودم، بفهمید آقای همسه. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت عزیزان، صدای من میاد؟ صدای من هستش؟ ما و آقای دکتر درقامی فرمودید خیلی خوب و مفید بود. من احساس میکنم که پیش این زیرساختای مربوط به این نوع از آموزش متاسفانه هنوز توی کشور ما، توی دانشگاه ما حالا به عنوان مثال فراهم نیست. من همین الان صحبتی که آقای دکتر زرقامی میکردن رو احتمالاً چون تصویرشون هم داشتن، مقدار زیادی از باند اینترنت من اشغال شده بود، صدای ایشون رو خیلی بریده میشنیدم، حتی مثلا حتی الان فقط ایشون یک نفر بودن سر کلاس. طبیعتاً خیلی کار سخت هست، ما خیلی از موارد سوال که از دانشجو میکنیم وقتی میخواد بیاد میکروفون رو باز بکنه از کلاس پرت میشه بیرون،
و حتی خودمون، من نمیدونم این صحبتی که شما میکنید احتمال زیاد بر این فرض هستش که همه زیرساخت ها فراهم باشه، هیچ مشکلی نباشه، بعدا حالا به عنوان یک روش آموزشی جدید در آینده مورد توجه قرار بگیره، که خب طبیعتاً من واقعا نمیدونم با این اوضاع احوال اینترنت این فرض تا چه حد صحیح هست و کی امکان داره این شرایط فراهم بشه. این یه مورد. مورد بعد در رابطه با واکنشی هستش که دانشجویان با این نوع از آموزش نشون میدن. من تجربه شخصیم این هستش که دانشجو واقعا حتی نسبت به صحبت کردن زیاد استقبال نمیکنه، اکراه داره، سوال ازش میپرسیم به بهانه‌های مختلف میگه اینترنت هم نمیدونم خرابه، میکروفون ندارم، هزار یک دلیل میاره که از صحبت کردن سر باز بزنه، چه برسد به اینکه بخواد خودش رو نشون بده، به شکل مثلا با تصویر نشون بده. استقبال از طرف دانشجوها متاسفانه خوب نیست. البته طبیعتاً بر اداری برای کارهای حالا پایان نامه چیزی مثل این خوب طبیعتاً فرق میکنه، شرایط اونجا ممکنه مناسب تر باشه. بعد در رابطه با حالا اگه بخواد بحث آموزش باشه، یه بحث مهمی هم که دغدغه من حالا شخصا هست، قطعا دیگران هم شخصا این هستن، بحث سلامت امتحانات تو این نوع از آموزش هست. من با ذرس قاطی میگم این نوع از آموزش ارزشیابی دانشجو متاسفانه به شکل درست انجام نمیشه. حتی بعضن که به دانشجو میگیم که یه شرایطی بود که میگفتن آقا امتحانات مثلا حضوری باشه، دانشجویان اعتراض میکردن که وقتی آموزش مجازی هست چرا باید امتحان حضوری باشه؟ یعنی کندهو آموزش مجازی یک راه فراری برای سلامت انتخابات، سلامت امتحانات هست و میتونن اینا با این آموزش امتحان دادن به شکل مجازی مسیرهای تخلف رو برای خودشون باز نگه دارن که در حضوری طبیعتاً این امکان برایشون وجود نداره. به هر حال من احساس میکنم که تا این که ما بتونیم به یک روش استاندارد برسیم تو این نوع از آموزش ها راه درازی در پیش داریم. من دیگه مصدده نمیشم. خیلی متشکرم هستم از شما. سپاس از شما آقای دکتر. بفرمایید من میکروفون دوستان رو باز کنم. صدای من هست؟ بله، منم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی. عرض سلام و ادب ویژه خدمت خانم دکتر محمد حسنی و آقای دکتر زرقامی که مقدمات این نشست رو فراهم کردن و حضور دارن. عرض کنم خدمتتون که من از دانشگاه فرهنگیان در خدمت شما هستم. میخواستم که یه چند تا نکته‌ای رو خدمتتون بگم. عرض کنم خدمتتون خب ما در عصری که حاضریم از فناوری گریزی نیست و طبیعتاً به سمتی پیش خواهیم رفت که بیشتر و بیشتر این فاصله خودمون رو از فناوری کم خواهیم کرد و شاید هم فناوری جزئی از ما خواهد شد و ما واقعا نمیتونیم با این تغییرات و تحولات به گونه قهری برخورد بکنیم و لازمه که به هر حال حتی شده بخشی از این دستاوردها رو بپذیریم و در راستای فعالیت‌ها و کارها و بهبود فعالیت‌های خودمون استفاده بکنیم. عرض کنم خدمتتون که این نکته‌ای که خیلی برای من جالب بود و فکر می‌کنم که به هر حال به اشتراک گذاشتنش می‌تونه مفید باشه این بود که خب متاسفانه در کشورهای دیگه غالب هست و ازش استفاده میشه و روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، خیلی بیشتر از اون چیزی هست که ما توی ایران داریم استفاده میکنیم و باهاش آشنایی داریم و من داشتم بررسی میکردم برخی سایت های مختلف رو که چقدر ابزارهای مختلفی رو اینها توی کشورهای مختلف آماده کردن برای اینکه بتونن آموزش مجازی بهینه داشته باشن، آموزشی که خیلی نزدیک کنه فراگیران رو به آموزش حضوری، چون به هر حال ما در پی این هستیم که از این
فناوری استفاده بکنیم، در این حال از غلبه فناوری بر خودمون کم کنیم دیگه. من دیدم که خب چقدر اینا میخوان با ابزارهای مختلف خودشون رو به آموزش واقعی و حضوری نزدیک بکنن، ابزارهایی که برای نظرسنجی استفاده میشه، ابزارهایی که برای آزمون استفاده میشه، ابزارهایی که برای تولید محتوا استفاده میشه، ابزارهایی که برای مثلا سواد خواندن استفاده میشه، ابزارهایی که برای اهداف مختلف برای مشارکت بیشتر فراگیران استفاده میشه. و واقعا من فکر میکنم که ما توی ایران حتی یک دهم اون ابزارها رو استفاده نمیکنیم. ممکنه ما آشنایی که برای آموزش مجازی داریم یه سامانه لمس باشه و نمیدونم اسکایروم باشه و همین سامانهایی که متداول شده، ولی من بررسی کردم دیدم که از ابزارهای خیلی زیادی دارن استفاده میکنن و همین ابزارها بهشون کمک میکنه که هم اون ضعف‌های آموزش مجازی رو برطرف بکنن، در عین حال به کیفیت یادگیری اضافه بکنن و این خیلی نکته مثبتی بود و فکر می‌کنم توی ایران باید به این امر توجه بشه و این ابزارها به کار برده بشه. یه نکته ای که به نظرم قابل توجه اینه که متاسفانه توی ایران درسته که فناوری غالب شده و آموزش‌های ما از طریق فناوری انجام میشه، متاسفانه اون مهارت‌های فناورانه و اون تبحری که باید یک عضو هیئت علمی، یک کاربری که با حالا عنوان مربی مشغول آموزشگری هست، اون مهارت‌ها رو متاسفانه افراد ندارن و اینها رو می‌زنن به پای اینکه این آموزش‌ها ضعیف. می‌خوام بگم اتفاقا آموزش‌ها خیلی قویه و خیلی هم خوب میشه. من هم آموزش خوب حضوری رو دیدم هم مجازی رو دیدم. به شخص خودم معتقدم که آموزش های مجازی خود من به شخصه خیلی مفیدتر از آموزش های حضوری هست و از این حیث که میتونم از ابزارهای مختلفی استفاده بکنم و مشارکت بیشتری رو از دانشجو داشته باشم. مثلا تو کلاس معمولی ممکنه دانشجو خجالت بکشه و نیاد داخل بحث و به عبارتی مشارکتی از خودش نشون نده، ولی توی فضای مجازی این جرأت و جسارت رو به خودش خرج میده که بتونه این چیز رو استفاده بکنه، این قابلیت ها رو. و من مدام برای اینکه مشارکت دانشجوام رو در بر داشته باشم مثلا نظرسنجی میذاشتم یا مثلا میگفتم حضور دارید یا نه، یه نظرسنجی خیلی کوتاه، یه پل خیلی کوتاه توی عدالی کاریک میذاشتم، مثلا میگفتم حضور دارید یا نه، بلا فاصله میدیدم این درصد حضورشون میره بالا. خب من مطمئن میشدم که اینا دارن تحقیق میکنم بحث رو، و در این حال خیلی دوست داشتم که ابزارهای مختلف استفاده. مثلا من میدیدم که مثلا عدالی کاریک ابزار وایپوردش محدودیت هایی داره، وقتی چیزهایی رو مینویسم میخوام برم یه چیز دیگر رو بشتاک بذارم اون پاک میشه یا غیره، از ابزارهای دیگه استفاده میکردم. مثلا صفحه خودم رو به اشتراک میذاشتم، شیرش میکردم، از مثلا نرم افزار اوپن بورد استفاده میکردم که یه نوع به عبارتی ابزار هست برای کسی که میخوای از امکانات خیلی زیادتری در وایت بورد استفاده بکنه. یا مثلا وقتی میدیدم که دانشجوی من میاد مثلا توی این فضا و من میخوام این رو ببرمش به یه فضای دیگه و نظراتش رو به اشتراک بذاره، مثلا از گوگل، از تابلوی گوگل استفاده میکردم و بلا فاصله اینا چیکار میکردن؟ از اون ایده های خودشون به اشتراک میذاشتن و میدیدم که خیلی مشارکتشون بالا میرفت و من حس میکردم واقعا اینا حضور دارن و دارن همراهی میکنن و این حسه به من این به عبارتی این ایده رو میداد که من بیشتر و بهتر این آموزشام رو دنبال بکنم و باشون به اشتراک بذارم مباحثم رو. یعنی میخوام بگم که حس میکردم که اونا واقعا حضور واقعی دارن تو اون فضا. چرا؟ چون دارن به سوالات من پاسخ میدن، دارن به بحثای من توجه میکنن، واکنش میدن، گزینه‌های من رو تیک میزنن، سوالایی که میپرسن، و این به من انگیزه میداد که
از ایده‌های مختلفی استفاده بکنم. متاسفانه آموزش‌های مجازی ما به سمت و سوی سوق پیدا کرده که فقط از بستر مثلا صدا و یا چت استفاده میشه. من فکر میکنم ما میتونیم به هر حال از تصویر هم استفاده بکنیم و از برخی قابلیت هایی که برای تعامل میتونه خیلی مفید باشه. اینا کمک میکنه به هم دانشجو و هم عضو هیئت علمی که بتونه راحت تر این آموزش ها رو دنبال بکنه. پس من فکر میکنم اولین چیزی که به عنوان پیش بایست این آموزش های مجازی هست و لازمه بهش توجه بشه بحث مهارت های فناورانه است. خیلی مقفول بوده. ما کارگاه های خیلی زیادی دیدیم توی فضای مجازی با عناوین مختلف در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی، ولی خیلی کم کارگاه دیدیم که به این بپردازه که خب چطوری میتونیم یه آموزش اثر بخش توی فضای مجازی داشته باشیم، از چه راهکارهایی میتونیم استفاده بکنیم، از چه ابزارهایی میتونیم استفاده بکنیم. من فکر میکنم این بود باید تقویت بشه، یعنی ما به یه سمتی پیش بریم که بیایم این فضاها رو تحلیل بیشتری بکنیم و حتی اگر بتونیم به صورت فلسفی اینا رو تحلیل بکنیم، ببینیم تجارب ما و فراگیران ما چطوری دگرگون میشه و این دگرگونی به چه صورت شکل میگیره و ما چطوری میتونیم فناوری ها رو به گونه استفاده بکنیم که در عین حال که ازشون داریم بهره میبریم روی ما به عبارتی کمتر اثر بذارن. پس من اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنم اون هم این هست که ای کاش من میتونستم صفحه ویدیو رو به اشتراک بذارم و حاضرین در جلسه ببینن. نمیدونم امکان این کار هست یا نه. آقای دکتر حتما این فرصت برای شما هم هست، اونجا که بهتون دسترسی دادن میتونید این کار انجام بدید. آقای دکتر متقی هم بعد از شما خدمتش خواهیم بود. میخوام بگم حواسمون به این هستش که دوستان دیگه هم میخوان صحبت بفرمایند. آقای دکتر احمدی شما الان دسترسی دارید، لطفا آنچه رو که میخواهید اشتراک بذارید بعد ببینیم، بعد خدمت بقیه دوستان خواهیم بود. ببینید مثلا این اومده چیکار کرده، 75 تا ابزاری که معلم ها میتونن استفاده بکنن برای کلاس های درسشون تقسیم بندی کرده. مثلا ابزارهایی برای ریکورد صدا و ویدیو یا مثلا ابزارهایی برای ساخت آزمون، نظرسنجی یا ابزارهایی برای بارش فکری یا همکاری، ابزارهایی برای انگیزه، نمیدونم ابزارهای مختلفی. میخوام بگم الان دیگه این ابزارها خیلی شایع شدن در فضای مجازی و آموزش هایی که من تعریف می کردم، حالا اگر پیدا کنم اون رو، حالا من صفحش رو لینکش رو براتون میذارم اگر پیدا بکنم. بله، ابزارهایی که حالا یونسکو لیست کرده بود از تجارب کشورهای دیگه در آموزش مجازی و دیدم که چقدر تنوع زیاده. مثلا ببینید ابزارهایی که کشورهای مختلف استفاده کردن در دوران پاندمی کرونا، از ابزارها و پلتفرم‌های مختلفی استفاده کردن. من می‌دونم چرا استفاده این دارن که دو تا ابزار غالبی که مثلا برای آموزش مجازی مرسوم شده تو کشور، که این حجم حضور کاربران هم باعث میشه که به عبارتی اختلافاتی توی این سامانه باشه، همه تمرکز کردن روی ادوبی کانکت و حالا بسترهای دیگه، اسکای روم و غیره. ولی داریم میبینیم، ببینید کشورها چقدر تجربه زیادی دارن. البته کشور ایران رو هم من دیدم اینجا برای دوران پاندمی کرونا اینجا زده بود، مثلا شبکه تیوی رو زده بود با شارت همون چیزی پلتفرمی که در آموزش پرورش استفاده میشه. میخوام بگم تجربه کشورها رو به اشتراک گذاشت. ما یه نگاهی میکنیم ببینیم چقدر از ابزارهای متنوعی استفاده کردن. چرا نباید ما از این ابزارها در جهت آموزش مجازی مطلوب بهره نگیریم؟ واقعا اینا میتونن بسترهایی رو برای ما فراهم بکنن که ما بتونیم آموزش بهتری رو و آموزش با کیفیت‌تری رو در اختیار فراگیران خودمون بذاریم. خیلی ممنون، من عذرخواهی میکنم خیلی صحبتام طولانی شد. متشکرم مجددا از اینکه این کارگاه رو برگزار کردید. من از تجربه همه همکارانا
همکار استفاده میکنم. خیلی سپاسگزارم. بله خیلی ممنونم آقای دکتر احمدی عزیز، دست شما درد نکنی. لینک رو هم به اشتراک گذاشتن چون بس تجربه موفق، خب این هم بخشی از اون تجربه میتونه باشه. فقط من عذر میخوام که یه مقداری وارد این بحث میشم از این نظر که آقای دکتر تماسی چند تا چالش رو هم مطرح کردن. حالا میخوایم اگر دوستانی تجربه موفقی در اون باره هم دارند لطفا اونها رو هم به اشتراک بذارن. یکی بحث اینترنت و زیرساخت‌ها بود، یعنی نکته امروز گفتن آقای دکتر تماسی که خیلی جالب بود، مثلا میگفتن که تاثیر ما رو وقتی که اینترنت در جای دیگه ضعف داره با کیفیت مطلوب اون فراگیر ما دریافت نمی کنه، ولی شاید هیچ وقت جرأت نکرده یا مثلا گفته حالا شاید مثلا یه جوری نباید من این مسئله رو اصلا مطرح کنم ولش کنم. ولی خب الان یه بازخورد از همکارا میشنیدیم که بله، یعنی یه مشکلی که همه جا چیز داریم. یا بعد سلامت عدوش که دوستان اگر تجربه موفقی دارن در این زمینه بفرمایید. آیا که مطلع خدمت شما هستم. آقای دکتر، تو صحبت خانم احمدی چند تا نکته بود، بحث مهارت‌های فناورانه و اون ابزارهایی که خب الان یک لینک به اشتراک گذاشته شد که قاعدتاً باز هایپرلینکی که اون صفحه داره ما رو به یه سری تجربه ها از کشورهای مختلف میرسونه. این یکی از مواردیه که دقیقا در همین نشست دنبالش بودیم. و یک مورد دیگه رو در خصوص اوپن بورد مطرح کردن. خب این هم یک سولوشنیه که داره استفاده میشه برای اینکه اون بحث درگیرسازی افراد رو اضافه بکنیم. چون نظرسنجی که خب باز یکی از مواردی بود که آقای مطرح کردن استفاده میشه، ولی به گونه های متفاوت در حالا محیط های مختلف که باز یه سری راهبردهای دیگه بهش اضافه شده. مثلا بازی بارسازی درش اتفاق افتاده، یعنی افراد هم میتونن ببینن که افراد چه نظرهای دیگه ای دارن، یا حتی اگر اون نظرها مبنای حالا ارزشیابی های ما قرار بگیره، اون لیدر بورد هایی که باز بر اساس اونها میاد طراحی میشه دوباره میتونه حس مشارکت رو بیشتر بکنه. همه اینها دقیقاً در کنار هم دیگه میتونه ما رو به یک تجربه موفق نزدیک بکنه. خیلی متشکرم. اگر لطف کنن آقای تو متقی مجدد که ما ببینیم صداشون رو داریم. صدا منو دارید؟ الان صدا تو عالی داریم، بفرمایید. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان محترم در پنل و بانیان برگزاری این نشست در حقیقت ارزنده. عرض کنم که من در حقیقت میخوام یه تجربه رو از خودم بیان کنم آقای دکتر زرقامی عزیز. واقعش در حقیقت میانه های دهه 80 من داشتم بررسی میکردم که من اگر در دانشگاه پیام نور مشغول به خدمت بشم شاید در حقیقت برام مفیدتر باشه، به این علت که مدل دانشگاه‌های موفق دنیا و چشم‌انداز اونها در آینده دانشگاه‌های باز هست. و اساسا داشتم اون زمان به این نتیجه می‌رسیدم در اساس تحقیقاتم که دانشگاه‌های بزرگ دنیا در حقیقت اون در حقیقت ساختمان‌های اصلیشون تبدیل موزه خواهند شد و به علت فراگیر بودن تحولات اینترنت از جمله متاورس در حال حاضر ما در آینده با مدل دانشگاه‌های باز مواجه خواهیم شد. به همین جهت قلقلک می‌شدم که اساساً برم به سمت دانشگاه پیام نور، ولی به علت در حقیقت ملاحظات این اتفاق نیفتاد. خب این رفته رفته بر ما در حقیقت کرونا این امر رو مستولی کرد که ما ناچار هستیم در این فضای جدید زندگی کنیم، زیست کنیم و در حقیقت کسب تجربه کنیم، یعنی مفری وجود نداره. همین هفته گذشته هم داشتم مطلبی می‌خوندم که یک در حقیقت یکی از شرکت‌های معتبر در حوزه اینترنت داره یه مدرسه رو با حضور 1200 نفر در متاورس راه اندازی می‌کنه و این رو تحت عنوان تهدیدی برای آموزش‌های حضوری یاد می‌کرد و اساساً تهدیدی برای بسیاری از کسب و کارهای آموزشی. خب اینها همه نشون میده که ما در حقیقت ناچار هستیم وارد این فضا بشیم و فارغ از کرونا هم باید تلاش کنیم این رو حفظ کنیم. فلزا خوبه که دانشگاه تلاش کنه که این فضای مجازی رو از سیانت کنه، به این معنا سیانت معنی که این ظرفیت‌ها رو که ایجاد شده ادامه بده، قوت بده و بخشی از در حقیقت برنامه آموزشی دانشگاه در خوارزمی و در حقیقت تجربه آموزشی ایران به این سمت بره. این یه نکته. نکته دوم اینه که تجربه دیگری که خودم داشتم این که
من همیشه تلاشم اینه که در کلاس هام با توجه به اینکه بیسشون تئوری هست و مسائل حوزه اقتصاد سیاسی هست، مسائل بین الملل هست، نظر دیگران رو در مباحثم داشته باشم. فلذا اتفاقی که افتاد اینه که در ایام کرونا من سعی میکردم در هر کلاس هم از دو سه نفر آدم خبره و معتبر و عمدتاً اساتید بازنشسته که ممکنه در خارج از کشور هم باشن استفاده کنم و این موضوع خیلی به توسعه ما و دانشجویانمون کمک کرد. فرصت شرکت خودم و دوستان دیگر همکارانم در جلسات متعدد و برگزاری بالغ بر 20 تا کارگاه و وبینار که خود من در حقیقت ارائه دهنده اون بودم ظرف مثلا مهر 99 نه قبل از اون تا الان یکی از در حقیقت دستاوردهای بزرگ این در حقیقت آموزش مجازی بوده و از همه اونها مهمتر و من شاید بخوام پاسخ بدم به در حقیقت دغدغه‌ای که آقای دکتر طهماسب دارن اینه که من همیشه دغدغه‌ام اینه که دانشجو برن به سمت اینکه یک مهارتی رو یاد بگیرن در کلاس و با کار گروهی یک در حقیقت تعالی پیدا کنند. من از این فضای مجازی اینطور بهره برداری کردم که بتونم دانشجوام رو وارد این فضا کنم و اساسا آزمون پایان ترم تقریبا برای من خیلی خونسا بود و کم اثر بود و سهمی برای پایان ترم به صورت قابل توجه نمیموند، فقط مگر اینکه برای رعایت شکل کار. و در حقیقت اگر از همه این تجارب بگذاریم، برخی از رشته ها هستند که می طلبه آموزش مجازی در اونها تداوم داشته باشه به علت اینکه در حقیقت برخی از دانشجوهای ما شرایط شغلشون ایجاب میکنه که حتما در جای دیگری باشند، یعنی مأموریت هاشون نوع کارشون الزام میکنه که از تمرکز زدایی در حقیقت بسن تمرکز زدایی برن. اساسا در جغرافیا اسم میکنه که تمرکز زدایی اصله، بنابراین شناور بودن زمان، شناور بودن مکان، کم هزینه بودن و فراگیر بودن مزیت هایی که در کنار تمرکز زدایی به ما کمک میکنه ما صیانت کنیم از این سبک آموزش و انشالله بتونیم این تجارب مثبت رو در کنار اون نکات منفی که وجود داره و به سمت اصلاح میره در حقیقت برای تداوم امر آموزش و همگام با تحولات جهانی از اون بهره برداری کنیم. من از همه دوستان تشکر کنم و حضرت صلواتی بر محمد و آل محمد عرضم به پایان برسونم. قسمتی که شما میفهمیدید که نرفتید پیمین رو مدید دانشگاه خوارزمی باعث خوشبختی ماست. خیلی ممنونم، شما هم بخشی از تجربه خودتون رو گفتید، یه جورم در واقع احتمالا شکل پرسش و پاسخی داشت با توجه به نکته که آقای دکتر طهماسب گفتن. البته مثلا ارزش یابی شما میفهمید داشت اینه که خب ببریم توی هر جلسه و دیگه حالا یک زمان محدودی در پایان ترم محدودش نکنیم. باز اگر آقای دکتر طهماسب تجربه دارن یا میخوان پاسخی داشته باشن یا گفتگوی داشته باشیم خدمتش میتونیم سایی دوستانم به همین ترتیب خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم آقای دکتر. بله اگر اجازه بفرمایید پیرو تجربه‌ای که آقای دکتر متقی هم فرمودن یک تجربه رو خدمتتون عرض بکنم. خیلی نکته بسیار بسیار مهمی اون که شاید پیش از این ما فرصت حضور متخصصان رو قاعدتا میتونستیم با حالا ابزارهای متفاوت و بسترهای متفاوتی داشته باشیم، اما الان برای ما خیلی راحت تر شد و این امکان به وجود اومد با وجود اینکه میگم خیلی از حالا کلاس ها افراد استفاده کردن از اینکه آیا ما میتونیم اساتیدی حتی به صورت مشترک کلاس هایی رو برگزار بکنیم، که این امکان با وجود اینکه برنامه‌ریزیش راحت تر شد میتونه ما رو به سمت یک راحتی برای استفاده و هدف گزینی برای استفاده ببره. پیرو به این که خب ما چطور میتونیم کل فرایند کلاسی رو، کل فرایند اون محیط یادگیری که داریم طراحی میکنیم به گونه‌ای بچینیم که در انتها بحث ارزشیابی ما در حین تدریس، بحث اون سنجش هایی که ما داریم، حالا سنجش های پایانی و سنجش هایی که تکمیلی در حین کارمون داریم، و همچنین علاقمند کردن یادگیرنده هامون، بالا بردن انگیزه اونها برای مشارکت، یعنی کنار هم دیدن تمام عناصری که در یک محیط یادگیری مهمه، اگه بخوایم دوتا مورد رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، یعنی ما
همون اتفاقاتی رو که در فضای رو در رو داشتیم، یک کلاس کاملا معمولی که اصول طراحی که درش استفاده میکنیم مبنی بر سخنرانی و بعد در انتها ارزشیابی این موارد باشه رو بیان با یک موقعیت دیگه که ما از اجتماعات یادگیری داریم استفاده میکنیم، یعنی افراد بتونن در هنگامی که دارن حالا مسئله را در اختیار داریم برای کل کلاس یک موقعیت هایی رو در نظر بگیریم، چون ما میدونیم که وقتی این موقعیت هایی که برای کل جریان کلاس داریم استفاده میکنیم و گرفته از دنیای واقعی باشه قطعا انگیزه خیلی بالاتر خواهد رفت، هم در مشارکت و هم در انجام کارها. بیاییم فرض بکنیم یک اتفاقی که من در کلاس کاربرد نظریه ها نمیدونم دوستانشون حضور دارن یا نه استفاده کردم، ما اونجا معلم داریم که خب باز دوباره نفتی که آیتون مستقی فرمودن که برای این افراد شاید خیلی سخت باشه که تمام روزها حضورن باشن در حال کرج، اما در کلاس های برخط تمام تلاششون رو میکردن و این اتفاقا واقعا میافتاد که خودشون رو برسونن به کلاس و بخلاف ترم های قبلی که ما مثلا میدیدیم میزان غیبت این افراد زیاده، اینجا ما این رو نداشتیم. فقط کافی بود که یه ذره چیدمان کلاسمون رو به گونه‌ای ببریم، طراحی کلاسمون رو به گونه‌ای ببریم که اونا درگیر انجام کارهایی بشن که باز به همون بافت دنیای واقعیشون که کلاس درس هست برگرده. من به ذهنم اومد که تو درس کاربرد نظریه ها که ما داریم نظریات رو برای آموزش مجازی استفاده میکنیم، خب وقتی یه سری موارد ابتدایی از اون بحث گفته شد، بریم سراغ این که همین ابتدا یک پروژه‌ای، یک مسئله‌ای از که مرتبط با اون اهداف درس هست که چطور انگیزه یادگیرنده هامون رو برای مشارکت زیاد بکنیم رو استفاده بکنیم، چون یکی دقیقا یکی از بحثایی هستش که در حال کلاس هم داریم استفاده میکنیم. این موقعا یک پروژه و حالا چالشی که خود یکی از این دانشجوهایی که معلم هست مطرح کرده بود که من در کلاس با افرادی روبرو هستن که دیگه در کاربرگ ها یا مواردی که بهشون گفته میشه برای تمرین اون فعالیت های کلاسی خیلی درگیر نمیشن چه کار باید بکنن. همین به عنوان یک مسئله، به عنوان یک چالش که خب دقیقا از زندگی معلم ها بیرون میومد در کلاس استفاده شد و وقتی افراد میتونستن حالا ایده هاشون رو برای اینکه خب چه کار بکنیم که این مشکل که الان وجود داره، البته بتونیم این مسئله وجود داره به بهترین نحو مدیریت بشه، به جای اینکه تعلل بکنن در انتخاب موضوع، در انتخاب اینکه خب من چه ایده ای رو باید بپرورانم اینجا، چون ما وقتی بحث مطرح شد توی گوگل داک اومدیم افراد ایده هاشون رو سوال مطرح شد، افراد ایده هاشون رو مطرح می‌کردن، هیچ کسی منتظر نمیمونه، چون اولین فردی که ایدهش رو مطرح میکنه، چون همه افراد دارن اون رو میبینن و این پروژه به عنوان جمعی در نظر گرفته شده، شروع میکنه به انتخاب اون هیته که میخواد روش کار بکنه و بعد تأمل اتفاق میفته به جای تعلل، هم فکری برای این که چون اونها باید کامنت میذاشتن روی ایده های همدیگه و با توجه به نظریاتی که خوندن بیان سولوشن ارائه بدن، دیگه تکرار و موازی کاری در اینجا اتفاق نمیفته و این خب خیلی میتونست بهمون کمک بکنه. به اضافه اینکه چون مدام فعالیت‌های اونها پیگیری میشد، هم از پیر ایوالویشن، پیر فیدبک استفاده میشد اونجا، بازخورد همتا رو ما اونجا داشتیم و همین که چون باید هر کدوم از اون قسمت‌هایی که ارائه میدادن رو مستند میکردن، پس خیلی از مواردی که ما یک چیز رو فقط کپی میکنیم و در حالا تکلیف های ارائه میدیم وجود نداشت و مهمتر از اونها اون کیفیت حالا هم ایده‌هایی که مطرح کرده بودن، هم اطلاعاتی که ارائه میدادن، چون وقتی بازخورد دریافت میکردن گفتن به چه دلیل مثلا شما برای کسب مشارکت افراد این ایده رو مطرح کردید و این فرایندی که افراد دارن روی کار همدیگه نظارت میکنن و برای همدیگه هم فکری میکنن این رو به کامل بودن میرسون و مهمترینش این که میخوام چیز رو با همدیگه مقایسه بکنیم. اگر همون بحث فقط یک ارائه و در انتها یک ارزشیابی رو بذاریم کنار این که حین اجرای کار، حین اجرای مدیریت فرایند کلاس، ما افراد رو درگیر اون فرایند یاد گرفتن بکنیم،
توی همین یک مورد مثالی که من خدمتتون عرض کردم، اگر هدف مهم باشه که افراد یاد بگیرن چطور نظریات انگیزشی رو وارد آموزش‌های برخط بکنن به عنوان یکی از هدف‌های کلاس، استفاده از این مشکل در دنیای واقعی که خب آهان همین الان یادگیرنده های ما برای استفاده از کاربرگ هاشون توی مدرسه مشکل دارن. حالا شما این معلمی که الان دانشجوی این کلاس هستی چه سلوشنی داری؟ پس با این حساب اونها باید بیان دیگه مقالات رو بخونن، اونها باید بیان درگیر حل کردن یک موقعیت بشن که این موقعیت واقعی، این موقعیت وجود داره و بعد تلفیق تجربه ها، تلفیق ایده ها مواردی هستش که در انتها ما رو به یک راهکار میرسونه که وقتی اون رو اجرا میکنن و نتیجهش رو میبینن دوباره ازش لذت میبرن و دوباره در حالا مراحل بعدی برای اینکه در موقعیت های دیگه هم مشارکت بکنن این مشارکت بالا خواهد رفت. این خیلی کوتاه اون تجربه بود که از یک کنار هم قرار دادن یک مقایسه دو تا موقعیت دوست داشتم خدمتتون عرض بکنم و اجازه بدید که آقای دکتر من کلام رو کوتاه بکنم، دوستان بزرگوار دیگه اگر تجربه دیگه هست رو مطرح بکنن. سکا خانم زاره اعلام آمادگی کردن، بفرمایید سکا خانم زاره. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم حضور شما استاد بزرگوار. ممنون، واقعا دارم استفاده میکنم از فرمایشات شما. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر ورقامی استاد بزرگوار که این جلسه رو برگزار میکنن، خیلی ممنون از ایشون. من زاره هستم از دانشگاه فرهنگیان، البته من گروه زیستشناسی هستم ولی خب چون آموزش زیستشناسی، چون تو حوزه آموزش سالهاست که حالا شروع کردیم و فعالیت میکنیم تو آموزش زیستشناسی در واقع برای اولین بار در ایران و چون نداشتیم در دانشگاه دیگه، من یه تجربه تو این تجربه های خوبه که هممون به هر حال کسب کردیم. من تجربه که خودم داشتم در تایید فرمایشات شما، جایی که فرمودین که به تعامل یادگیری و ایجاد علاقه برای فراگیران، من تو تجربه هایی که خودم تو این آموزش مجازی داشتم، گذشته از اینکه حالا باید از تکنولوژی ها استفاده کنیم و از شرایط اینترنت باید فراهم باشه، سامانه ها باید درست باشن، حالا من یه تجربه‌ای که خودم تو این زمینه داشتم تو درس‌های مختلف، حالا 4 ترم که به طور مجازی به طور کامل تدریس کردیم، حالا ما 2 ترم هم حتی در تابستان هم تدریس کردیم، این تجربه 5-6 ترمی من تو آموزش مجازی به من نشون داد که نه فقط حالا استفاده از تکنولوژی‌ها که خیلی به ما کمک می‌کنه، نه فقط سرعت اینترنت و حالا مطلوب بودنش و اینها، اون چیزی که خیلی کمک میکنه به بچه‌ها و علاقه و انگیزه رو تو آموزش مجازی درشون افزایش میده اینه که درک کنن، بفهمن، این رو به متوجه بشن که استاد مربوطه واقعا خودش هم داره از این شرایط به عنوان یه فرصت یادگیری استفاده میکنه و علاقه داره به این شرایط و برای دانشجویانش وقت میگذاره. من بیشتر بازخوردهای موفقی رو که تو تدریسام گرفتم همین بود که بچه‌ها بیشتر حس می‌کردن که خودمو دارم همگام با این تکنولوژی پیش می‌برم، سعی می‌کنم استفاده کنم از فناوری‌ها، سعی می‌کنم خودم رو تطبیق بدم، یاد بگیرم و برای بچه‌ها کم نذارم. بچه‌ها خیلی براشون مهمه که استاد براشون وقت بگذاره. این وقت گذاشتنه به بچه‌ها اطمینان میده که حالا تو این فضایی که من استادم رو نمیبینم، اون منو نمیبینه، نمیتونه کنترلی بر وجود من داشته باشه، نمیدونه که الان من روشن کردم رفتم، ولی داره مثلا تلاش میکنه و یه کنترل نامحسوسی رو در واقع روی ما داره، این به ایجاد علاقهشون خیلی کمک کرد. من بارها از بچه‌ها بازخورد میگرفتم که میگفتن استاد ما مثلا نمیتونیم، وقتی میبینیم شما این همه داریم وقت میذاریم برای ما نمیتونیم از کلاس فرار کنیم، دوست داریم بیایم مشارکت کنیم. یه کمی فضا رو در واقع فضای عاطفی در جهت یادگیری بهتر ایجاد میکردم برای بچه. حالا نمونهی که براتون مثال میزنم، من بعد از 4 ترم مجازی کار کردن، 4-5 ترم، تصمیم گرفتم یکی از درسهای خودم رو به صورت پژوهشی کار کنم. به طور مثال درسم آزمایشگاه بود. خب ما رشتمون زیستشناسیه، ما باید بریم داخل آزمایشگاه، داخل آزمایشگاه ابزار رو برداریم، استفاده کنیم، مواد رو برداریم، با استفاده از ابزار خلاصه خودمون تمام این پژوهش‌ها رو انجام بدیم و به دیتاها و نتایج برسیم.
و بچه‌ها یادگیری برشون اتفاق بیفته. اما خب ما اولین بار بود که آزمایشگاه رو مجبور بودیم به صورت مجازی ارائه بدیم. 3-4 ترم ارائه نشد، گفتن بلکه حضوری بشه. وقتی حضوری نشد بچه‌ها قرار بود فارغ التحصیل بشن و آزمایشگاه‌هاشون مونده بود. یکی از این درس‌هایی که من داشتم ترم گذشته آزمایشگاه بود و 4 گروه با حدود 96 تا دانشجو داشتم تو 4 گروه آزمایشگاه. فرصت رو غنیمت شمردم، گفتم بهتره که من بیام یه کار پژوهشی انجام بدم تو این آزمایشگاه، ببینم من چه کار میکنم و با روشی که من ارائه میکنم برای اولین بار به صورت مجازی تو آزمایشگاه بچه‌ها چگونه در واقع یاد میگیرن و چه بازخوردهایی ازشون میگیرم. حالا اومدم در ابتدا یه پیش آزمون، بعد پس آزمون گرفتم، اینا کارهای کمی انجام دادم، اون حالا بماند، ولی میخوام نتیجه‌ای از این کارها گرفتم. من دیدم خب بچه چجوری با ابزار آشنا بشه، چجوری با وسایل آزمایش آشنا بشه، چجوری با روند آزمایش آشنا بشه. میتونستم موضوعات آزمایش رو کنفرانس کنم به بچه ها بدم. خب این یه روش بود، ولی روشی بود که خیلی تکراری بود تو آموزش مجازی. من دوست داشتم روش نوتری رو به کار ببرم تا تأثیرش رو ببینم. میتونستم خیلی از روش ها رو استفاده کنم، اما روشی رو که در اون زمان بهترین روش دونستم این بود که خودم برم تو آزمایشگاه تو همین شرایط کرونایی، وقتی من بعد آزمایش ها رو انجام بدم فیلم بگیرم و این فیلم ها و ویدئوها بخشی از ارائه من در سر کلاس باشن، نه همه ارائه من. بعد من اومدم پاورپوینت هایی درست کردم، اومدم موضوع آزمایش رو به بچه ها گفتم، تئوری آزمایش رو توضیح دادم، اهداف آزمایش رو توضیح دادم، روش رو توضیح دادم، بعد فیلم هایی رو که خودم گرفته بودم تو آزمایشگاه آوردم، بعد نتیجه گیری از اونها، و بعد حالا بچه ها باید بر اساس اونچه که یاد گرفتن گزارش کار بنویسن، ولی آزمایشی که انجام ندادن گزارش کارشون پاسخ به سوالاتی بود که این سوالات رو نه فقط در حیطه دانش که در حیطه مهارت و حیطه نگرش هم طراحی کردم و بچه ها به عنوان گزارش کار هر جلسه اینها رو ارائه می کردن و من 10 تا گزارش کار مبنی بر 10 موضوع آزمایش داشتم. این مسئله باعث شد که بچه ها دیدن که خب با اینکه آموزش مجازیه استاد وقت گذاشته رفته تو آزمایشگاه که حداقل من وسایل آزمایش رو ببینم، چون میخواستم بچه ببینه اصلا وسایل آزمایش چیه، اصلا بشر چیه، ارلن چیه، وقتی من میگم این ماده رو من دارم استفاده میکنم ببینه چیه، وسیله مورد نظر رو ببینه، زمان رو ببینه، چون چاره ای نداشتم. من این روش رو به کار بردم و واقعا بازخوردهای خوبی گرفتم. این مسئله باعث شد که بچه ها بفهمن که درس آزمایشگاه اتفاقا اهمیت بیشتری از درس های تئوری داره و استاد مربوطه مهارت هایی که من یاد میگیرم بعدم به عنوان معلم بخوام ازش استفاده کنم براش مهمه. و بعد یه پرسشنامه نگرشی هم از آخر ازشون گرفتم رضایتمندی که ببینم اصلا نگرششون، گفتم به نظر خودتون چقدر مهارت یاد گرفتید، به نظر خودتون اینا رو میخواییم برای دانش آموز انجام بدید، میتونید انجام بدید، چند درصدش رو میتونید انجام بدید، چقدر این کار به شما کمک کرد که اصلا به رشته خودتون علاقمند بشید، چقدر کمک کرد که بتونید به آموزش مجازی علاقمند شید. و هر بار من باور کنید درصدهایی که گرفتم همه بالای 90% بود و احساس کردم بچه‌ها دوست دارن که معلم، من معلم باهاشون همگام باشم تو آموزش مجازی، اونا رو رها نکنم و صرف یک ارائه یک پاورپوینت نباشه و بعد به اونا بگم بیا آزمون پایانی بده. هر جلسه اونا گزارش کار میدادن، ما گزارش کارا رو بررسی میکردیم، سوالات رو میپرسیدیم و من در پایان دیدم نه تنها دانش بلکه مهارت و در واقع عواطف بچه ها هم در واقع ارتقا پیدا کرد و تا حدی تونستم اون کمبود آزمایشگاه رو براشون جبران کنم. ولی این تجربه بود که من داشتم و البته خیلی نقص داره و ممکنه به هر حال نظرات متخصصانی مثل شما که در واقع تکنولوژی آموزشی کار میکنید، علوم تربیتی کار میکنید، خیلی به ما کمک میکنه که ما تو این علوم محض بتونیم آموزش رو یاد بگیریم و پیش ببریم. من علت شرکت خودم هم در این جلسه همین بود، چون دوست دارم یاد بگیرم. برای شما متخصص یادگیری، آموزش و تکنولوژی هستید و میتونید منو در نقایصی که تو کارم داشتم کمک کنید. حالا این کلیات چیزی بود که من عرض کردم، جزئیاتش رو به خاطر ضیق وقت عرض نمی کنم. خوشحال میشم که شما به عنوان متخصص در واقع به من بفرمایید که من چه
چه کار دیگه ای میتونستم بکنم که بتونم هم خودم رو ارتقا بدم هم به دانش آموزام دانشجویانم کمک کنم. ممنون از اینکه این فرصت در اختیارم قرار گرفت. خیلی خوشحالم از این جلسه خوبتون که به هر حال فرصت‌های یادگیری برام فراهم میکنه. متشکرم. خانم دکتر زاره، ما از شما سپاسگزاری با به اشتراک گذاشتن چنین تجربه خوبی دوباره یه تلنگری حتی زدید. ببینید ما ممکنه که حالا به دلیل اینکه رشته مون اون تربیتی هستش اینا رو به تئوری میگیم، ولی این توضیحات شما واقعا دوباره منو روی شوق آورد، یه جوری هیجان من در انگیخته شد که چقدر اون کسی که ما بهش میگیم حالا مدیر یادگیری، شاید این اصطلاح از اصطلاح معلم شاید یا استاد حتی مناسب تر باشه، چون این سامانه ها بی دلیل نیست اسمشون شده مثلا LMS ها، Learning Management System، در واقع مدیریت یادگیری دیگه بر عهده ما ها هستش. چقدر خوب شما گفتید که این اگه من این اشتیاق رو بیارم، من یه روز سر کلاس خسته بودم خمیازه کشیدم، چون تصویرم همیشه روشن میکنم دیگه، حالا ضمن اینکه از همه عزیزانی هم که فرصت صحبت دارن این امکان وجود داره که یعنی تصویرشون هم در صورتی که تمایل دارن روشن بفرمایند، حال این نشست کلاس درس نیست، مونم که پیش بار بکنیم، ولی اگه دوستان تمایل دارن فوری در قالب یا پارتیسیپنت یا حتی هر پیشنهاد دیگه هم هست ما سعی میکنیم که بذاریم به اشتراک. مثلا الان آقای دکتر احمدی یه پیشنهاد دادن که یه بوردی هستش به صورت آنلاین، ما میتونیم همین نکته ها رو بنویسیم آخرش دوستان همه اینا ببینن، گفتیم که دسترسی میزبان بهشون دادیم که خودشون این کار رو اگر تمایل دارن انجام بدن، بقیه دوستان هم به همین ترتیب. ولی این چیزی که شما گفتید واقعا جالبه، به این معنی که اون روزی که من خمیازه کشیدم دانشجو واکنشش این بود که استاد حالا زرقم تو ظاهرا خسته ای، اگر خسته میتونی کلاس رو اگر شما چیز تاثیر داره به شوخی تمومش کنیم. میخوام بگم وقتی که من خمیازه میکشم خب این پیام میره برای فرگیر من که کلاس رو زیاد جدی نیست و تمومش کنیم، ولی وقتی که میخندم، وقتی که فشار میارم، وقتی که اصرار دارم به اینکه من دارم زحمت میکشم اینجا برای انجام وظیفه ای که دارم، اون موقع احتمالاً این پیام رو به صورت ناخودآگاه و ضمنی به فراگیر من منتقل میکنه که نه این جدیه، داستان جدیه، جد داستان مثلا حالت چیز نداره، حالت بالاخره چیز مهمی نیست، از این حالت در میاد. و شما رو این تاکید کردید، اون تجربه خاصی که گفتید که رفتید توی آزمایشگاه و اونجا فیلم گرفتید و اون رو اومدید به اشتراک گذاشتید، این نشون از اینه که شرایط این نوع از آموزش ها اگر قرار شد کیفیت بالا برگزار بشه طبیعتا کار راحت هم نیست. خواهش میکنم آقای دکتر، خیلی متشکرم از خانم دکتر زاره هم سپاسگزاریم. یک نکته آقای دکتر من دوست داشتم در خصوص صحبت ایشون عرض بکنم، اونم این هستش که آنچه که ما به عنوان معکوس کردن فعالیت‌های کلاس و منزل، یا اصلا بهتر بگیم زمانی که ما امکان گفتگو و مشارکت داریم و نداریم، این الان خیلی فکر می‌کنم مقایسه بهتری هستش تو ما بگیم مثلا منزل کلاس، همین بحث این هستش که آیا ما می‌توانیم در این موقعیتی که الان به وجود اومده با ارسال همان چرا که قرار بود توضیح باشه، قرار بود پیشنهاد باشه، هر چیزی که ما پیشنهادش رو بذاریم که افراد باید بدانن که در اون موقعیتی که برای مشارکت براشون امکان پذیر هست فعالیت داشته باشن، مشارکت داشته باشن، الان خیلی راحت تر شده. شاید قبلا مثلا خیلی به سختی این اتفاق می افتاد، البته با درک فلسفه درست این که ما چه چیزی را معکوس کردن فعالیت های کلاس ها منزل می دانیم، یا موقعیت هایی که می توانیم مشارکت داشته باشیم یا زمانی که تنها هستیم، خیلی راحت تره و این کار سکا خانم زاره من فکر کنم به اون داره برمیگرده. یه نکته ای هم در صحبت های ایشان هست که من دلم میخواد اگر بزرگواری تجربه ای داره در این خصوص مطرح بکنه، اونم مدیریت زمانی. چون ببینید قطعا اگر من بخوام برای همه اینها زمان بذارم و حتی تمام اینها رو مسئولیتش رو خودم بپذیرم، از نظر زمانی چقدر مشکل خواهم خورد. این تجربه ها هم بسیار بسیار کمک کننده است. یک مورد رو خدمتتون عرض کردم، مثلا اعتقاد داشتم به پیر ایوالویشن ها، پیر اسسمنت ها، پیر فیدبک اتفاقیه که ما میتونیم
روش فکر بکنیم، ازش استفاده بکنیم. این که من خدمتتون عرض میکنم که شاید اولین کاری که باید در اسلاید ها بود، اولین کار یا اولین مواجههی که ما باید با این فضا داشته باشیم این هستش که ما چطور باید تغییر از نظر پداگوژی رو توی این فضا، البته بهتر بگیم پیوتاگوژی، در این فضا رو درک بکنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر، من عرضی ندارم، اگر بزرگوار دیگه ای هست بخواد تجربهشون رو بفرمایند هستیم خدمتشون. هست. خیلی متشکرم. فقط من الان دسترسی برای اشتراک الان شد. عرض کنم خدمتتون که یکی از اولا تجربه خودم رو در ارزیابی دانشجوام خدمتتون بگم، اون همین هست که من یک کاری که انجام میدم از ارزشیابی سه وجهی استفاده میکنم. نمیدونم این به صورت معصوم هست در جامعه علمی یا من خودم این رو درآوردم، در هر صورت من خودم به این نکته و ایده رسیدم و این رو اجرا میکنم. اون همین هست که من تو فضای مجازی سه جور ارزش‌یابی انجام میدم از دانشجوام. اولا میام دانشجو رو از طریق ابزارهایی که حالا در اختیار دارم مثل فرم نگار گوگل یا ابزارهای دیگه نظرسنجی، خودش رو دانشجو ارزیابی میکنه و یه امتیازی به خودش میده تو رنجی که من مشخص کردم. بعد همین دانشجو رو به اشتراک میذارم بقیه در موردش نظر بدن با تجربه مشارکتی که تو کلاس داشته و در نهایت خودم یه ارزیابی از این دانشجو میکنم و در آخر میانگین اینها رو در نظر میگیرم به عنوان حالا نمره ارزیابی که قرار به دانشجو تعلق بگیره. و من خیلی از اوقات واقعا میبینم که دانشجو خیلی منصفانه خودش رو ارزیابی میکنه و این برای من خیلی جالبه. با توجه البته آیتم هایی رو مشخص میکنم با توجه به مشارکت هایی که کلاس داره. پس یه ارزشیابی خود دانشجو خودش رو انجام میده، یه ارزشیابی من دانشجو رو انجام میدم و یه ارزیابی بقیه فراگیران دانشجو رو انجام میدن که فکر میکنم این خیلی میتونه عادلانه باشه و فضای مجازی با توجه مشارکت هایی که دانشجو داره و مبنای ما برای ارزیابی همین مشارکت ها هست، این دانشجو رو به تکاپو میندازه مبنی برای اینکه بیاد به هر حال اون آیتم هایی که شما مشخص کردی ابتدایی تم برای مشارکت بهتر استفاده بکنه. باز نکته دیگه ای که من تو تجربه سامانه LMS خودمون داشتم این بود که من اول ترم اومدم چیکار کردم، یه نرم افزاری رو نصب کردم. حالا البته از این نرم افزار بعدها بد نام میبرن، میگن که سرقت اطلاعات انجام داده یا هر چیز دیگه ای. من لینکی رو یه گروهی رو ایجاد کردم به عنوان اون درس و لینک این گروه رو گذاشتم داخل سامانه و راهی که از طریق اون لینک میتونن وارد بشن اون رو هم اونجا قرار دادم توضیحات و برای من خیلی جالب بود. اوایل ترم من همه دانشجوی خودم رو در این حال که در سامانه داشتم در یک گروهی داشتم که میتونستم باهاشون کنفرانس صوتی انجام بدم، میتونستم باهاشون فایل به اشتراک بذارم، میتونستم باهاشون گفتگو کنم، میتونستم باهاشون هماهنگی لازم رو انجام بدم و این خیلی به من کمک کرد در جهت اینکه بتونم هماهنگی لازم رو برای کلاسم انجام بدم. یکی از قابلیت‌های دیگه‌ای که به نظر من میتونه راهگشا باشه، میتونه کمک کننده باشه برای ماها، این قابلیت جمع‌برد هست. من آدرسش رو اینجا میذارم خدمتتون، اگر دوست داشتید همین الان اگر اکانت گوگل دارید میتونید ملحق بشید به ما. حالا من آدرس خود وبسایت جمع‌برد رو گذاشتم و این بوردی که من خودم به عبارتی به اشتراک گذاشتم، شما میتونید از طریق لینک وارد بشید، من به شما دسترسی بدم و به عبارتی شما بتونید. حالا من آقای دکتر زرقامی رو انتخاب کردم به عنوان ویرایشگر، اگر بتونن وارد بشن میتونن این تابلو رو ببینن. این تابلو امکانات خیلی زیادی داره، مثلا اینکه صفحات مختلفی شما میتونی به اشتراک بذاری. حالا من یه نمونه تابلوی که قبلا خودم نظر دادم در موردش اینه، مثلا از من سوال پرسیده شده توی کلاسی توی جایی چطوری مشارکت دانشجویان رو میتونیم در آموزش وب محور داشته باشم.
اون افرادی که لینک شدن مثلا خود من یا افراد دیگه اومدن نظرات خودشون در قالب این کامنت هایی که اینجا گذاشتن به اشتراک گذاشتن. صفحه‌های مختلف رو ما می‌بینیم، مثلا این صفحه، صفحه‌های بعدی اومدن همه نظر دادن در مورد موضوعات. ببینید امکان‌های خیلی زیادی داره، مثلا قلم داره، شما می‌تونید بنویسی، پاکون داره می‌تونید پاکش کنی، نشانگر داره می‌تونید جابجا کنی اون چیزی که نوشتی، می‌تونید برچسب بزنی رو دیوار با هر رنگی، برچسبات رو مشخص بکنی، می‌تونید تصویر آپلود کنی توی این فضا. حالا فضای عبری احتمالا شما یا داخل وب خودت یه تصویری داری که می‌تونی آپلود کنی، یا مثلا تصاویری که میتونی از خود فضا جستجو کنی و این رو قرار بدی، یا مثلا من یه تصویری رو حالا صورت چیز انتخاب میکنم، مثلا همین تصویر، و این آپلود میشه اینجا به راحتی این تصویره. و میتونی حتی در مورد تصویر حالا صحبت کنی، حذفش کنی، نمیدونم جایگاهش رو تغییر بدی تو این برده و کارهای دیگه ای که میتونی انجام بدی، یا حتی لیزر، از این لیزرها میتونی استفاده کنی، توضیح بدی در مورد این، مثلا این تابلوهای معمولی که استفاده میشه. میخوام بگم که به راحتی میتونی یه همچین تابلوی رو ایجاد بکنی، حالا میتونی صفحات بعدی رو ایجاد بکنی، به راحتی اشتراک تجارب یا نظرات خود دانشجویان رو در مورد موضوع خاصی با اتکت یا برچسب دریافت کنی. نمیدونم کسی موفق شد که وارد بشه به این لینکی که من ارسال کردم اینجا که بتونیم من با دکتر زرقانی به اشتراک گذاشتم این تابلو، البته با اکانت یاهویشون، اگر جیمیل باشه میتونه وارد بشه به عنوان من که با جیمیل وارد میشدم با یاهو وارد شدم. نه فرق نمی کنه با جیمیل وارد بشین، مطابق از اون لینکی که من ارسال کردم از طریق اون لینک وارد بشین. درخواست رو من بدید ممنی بر دسترسی، من اون درخواست رو برای شما فعال بکنم. بعد دادم این درخواست رو. از یه گوگل درایو این اکسس رو میخواد دیگه، بینید ریکوست اکسس رو من الان زدم دیگه. حالا دیگه شما الان باید این دسترسی رو من بدید. همین لینک آخر رو دیگه، یعنی جمبوردی که آخرش شیرینگ هستش. خب الان من درخواست شما رو دریافت نکردم متاسفانه. خب حالا پس احتمالا باید ببینیم که مشکل چگونه است که علیرغم اینکه من روی این لینک میرم ولی شما درخواست من رو دریافت نمی کنید. حالا اگر آقای دکتر احمدی این مشکل رو احساس کردید یه جوری میشه مرتفع کرد، لطفاً بعد این اطلاع رسانی بفرمایید، ما به دوستان اطلاع میدیم. ولی به هر حال اصل داستان جالب بود دیگه، اصل داستان این بود که چقدر خوب میشه این تعامل ها رو داشت. من اگر اجازه بفرمایید، نمیتونم دوستان دیگه میخوام نکته دیگه داشته باشم، من یه عدد زمان رو مدیریت بد بکنیم، ما 20 دقیقه کلا وقت داریم که 20 دقیقه باید جنبندی داشته باشیم. ممنونم آقای دکتر احمدی، شما حالا لطف میکنید اون رو چک میکنید، این دوستانم میدویتن لطفا یه رو با شیفت ایکس بنویسن یا فنگلیشش بکنن که ما نوشته ها رو هم کامل داشته باشیم. یکی از دوستان، یکی از دانشجویان گرامی درخواست داده بودن که همین نشست رو خانم دکتر برای دانشجوها رو بذاریم، چون برخیشون ظاهرن پیشنهادهایی دارن که من ما استقبال میکنیم از طرف دانشکده روانشناسی این کار رو انجام میدیم برای دانشجویانی که حاضر علاقه بازم در همون جلسه هم اساتید دیگرامی ما میتونن شرکت بکنن، مشکل خاصی نداریم. اما اگر از دانشجویان عزیزی هم که در همین جلسه هستن تمایل دارن
امروز صحبتی رو داشته باشن در مورد تجربه‌های موفقشون در نسبت با اساتید کلاسشون، لطفا اجازه بگیره ما بهشون زمان بدیم که این فرمایششون داشته باشن. اما عزیزان یه نکته ای رو آقای دکتر احمدی، خانم دکتر، همه عزیزانی که توی این نشست حاضرید، من میخوام بگم به لحاظ تئوری که چرا این اصرار به این که ما به شرایطی رو فراهم بکنیم که همه درگیر بشن. آقای دکتر احمدی گفتن که ما یه ارزشیابی سه‌وجهی رو به عنوان تجربه خودشون انجام میدن. این ارزشیابی سه‌وجهی تو فضای آنلاین، تو این فضایی که الان ما شما باش دسترسی داریم، خب توی اینها در واقع امکان چنین نوع ارزشیابی بیشتر از قبل مهیاست. چرا بیشتر از قبل مهیاست؟ علتش اینه که فرض بکنید مثلا الان، همین الانی که من دارم حرف میزنم، همزمان دوستان میتونن اینجا تایپ بکنن. مثلا دکتر احمدی یه لینک فرستاد، از این لینک استفاده کنید. خب من طبیعیه که از این لینک بعدن امتحان خواهم کرد. میخوام بگم تعاملات چند جانبی میتونه باشه، خیلی ولی سر کلاس سنتی که ما چند چیزی رو نداشتیم. کلاس سنتی وقتی من حرف میزدم به عنوان حالا یا مدرس یا به عنوان دانشجو، بقیه بعد گوش میکردن، نمیشه چند نفر با هم صحبت کنن. ولی اینجا یه فضایی ایجاد شده که ابزارهای تعاملشون متنوع شده، همزمان آدمای مختلف میتونن مشارکتهای مختلفی رو در اون جامعه یادگیری ما داشته باشن. و این مبتنی بر یه نظریه است، یه نظریه. اون نظریه رو بهش میگن، ممکن دوستان شنیده باشن، کانکتیویزم. حالا نمیخوایم سختش بکنیم، وارد بحث تئوریک بشیم، ولی ببینید مطابق نظریه کانکتیویزم در یادگیری، یادگیری یک فرآیند اجتماعی مبتنی بر وصل شدن به عبارتی. یعنی چی؟ یعنی خب من لیسانسم فیزیک هستش، یه استاد فیزیک خیلی خوبی ما داشتیم، خیلی خوب به معنی که مهارت تخصصی فوق‌العاده‌ای داشت، واقعا فوق‌العاده بود. اما به لحاظ ارتباط متاسفانه این ارتباط قطع بود. یعنی چه ارتباط قطع بود؟ یعنی که مثلا شما میمد شروع میکرد که حال الکترومغناطیس به ما درس میداد، یکی از اون مسئله های سخت الکترومغناطیس رو که میخواست حل بکنه، این از اول تا پایان حل این مسئله که ممکن بود چند بار لازم بشه این کل تخته رو بنویسه و پاک کنه تا اون حل بشه، خب اینجا با ما ارتباط نمیگرفت. یعنی در واقع پشتش به ما دانشجوها بود و اینا رو همه رو مینوشت، دور میکرد، دور پاک میکرد، میرفت سراغ صفحه بعدی و غافل از اینکه خب اینجا 35 نفری که نشستن، خب اینا آیا متصل هستن به این تجربه یا نه؟ اینا یکی داره مثلا فکر حس و برداشت رو میکنه، یکی مثلا فکر مشکلیه که توی خونه مثلا داره، یکی فکر نمیدونم خسته هست، یکی نمیدونم و الاخر. ولی مطابق با این نظریه کانکتیویزم، شما باید این اتصال رو برقرار کنید. الان آقای دکتر احمدی چقدر پیگیره، یعنی اصرار داره که حتما باید این چیز اتفاق بیفته، این یه نفر بیاد توی اون لینک وارد بشه اینو نشون بده. خب این اصرار ما به این که تمام این 29 نفری که توی این جلسه هستیم الان درگیر بشن توی یادگیری، یکی از نکته هست. یک کسی من یه چیز خوبی رو یاد داد. ببینید عزیزان، من لطف کنید توجه بفرمایید، من از همه همکاران عزیزم درخواست میکنم که به من توجه بکنن، به شخص من. ببینید الان من دارم شما رو نگاه میکنم، درسته؟ یعنی شما الان احساس میکنید که زرقامی چشم به چشم شما شده، همین الان، همین لحظه. همه عزیزان این رو لطفا اگر چنین احساسی دارید، لطفا تو قسمت چت یه مثبت بذارید که الان زرقامی داره تو چشم من نگاه میکنه. الان زرقامی داره تو چشم من نگاه میکنه. یکی از همکاران عزیز گفتن خیر. خب من خواهش میکنم اون همکار عزیزمون که گفتن خیر، بقیه که گفتن مثبت ما مسئله نداریم. یکی از همکاران که گفتن خیلی من بهشون دسترسی دادم، محبت بفهمن تجربهشون رو بگن الان چه احساسی بهشون دست داد که میگن من احساس نمی کنم که شما من نگاه میکنید. بفهمید خواهید من بهتون میکروفون دادم، چون نمیدونم که آقا یا خانم هستید و فقط نام معلومی رو من دارم. محبت بفهمید، شما صحبت بفهمید الان دسترسی دارید
اصلا شما پرزنتر هستید، بتونید تصویرتون رو فعال بفرمایید. بفرمایید خواهش می‌کنم. اگر محبت بفرمایید صدا رو فعال بفرمایید که ما بشنویم صدای شما رو، خیلی ممنون میشم. که به همین موردی که عرض کردم تجربتون رو بگید. شما فرمودید که ظاهرا این احساس بهتون دست نمیده که من دارم بهتون نگاه میکنم. خب اگر محبت میکنید یه توضیحی بدید برامون، الان دسترسی دارید. اگه احمدتون میخواید بنویسید مشکلی نداره، میتونید بنویسید. میدونم دارید تلاش میکنید که وصل بشه این در واقع ارتباط شما، ولی یه علامتی روی آیکون شما ظاهر شده، اون علامت بود ممنون که اون رو باید بردارید، میکروفونتون رو فعال کنید. اگر میتونید این کار بکنید لطف کنید، اگر نه لطف کنید برامون تایپ بکنید. حالا عرضم چی بود؟ عرضم این بود که وقتی که من به دوربین لپتاپ یا گوشی نگاه میکنم، به دوربینش نگاه میکنم، مخاطب من در طرف مقابل احساس میکنه من دارم نگاهش میکنم، مثل الان، مثل همین لحظه. اما اگه من شروع بکنم به خودم نگاه بکنم توی این صفحه، توی همین صفحه به خودم نگاه بکنم، یا اون نوشته ای که دوستان دارن مینویسند نگاه بکنم، دیگه این احساس به مخاطب دست نمیده. یعنی انگار ما یکی از راه‌های ارتباطی رو اینجوری می‌بندیم. حالا این ارتباط چه اهمیتی داره؟ طبق نظر کانکتیویزم اگر ما مرتبط بشیم، متصل بشیم، یعنی این 28 نفری که الان اینجا هستیم با هم ارتباطمون رو بتونیم برقرار کنیم، یادگیری در کل ما اتفاق میفته. همین داستان در کلاس هم صادقه. اینکه آقای دکتر احمدی میگن من یه وقتی رو هم میذارم برای اینکه ببینم فرد از یادگیری خودش چه احساسی داره و اینو بگه، یا مثلا الان من یه وقتی میذارم ببینم که یکی از عزیزانی که الان تو این جلسه هستند، مثل همین عزیزی که با نام مالمیر تشریف دارن، چه تجربه‌ای رو داره از سر میگذرونه توی این جمع ما. خب این یعنی این که ما میخوایم ارزیابی بکنیم ببینیم که این یادگیری داره چگونه رخ میده. آه صدا بدم بهتون، چشم ببخشید. من شاید در یه مرحله خود من شما پرزیف کردم. بله الان صدا دارید بفرم. بفرمید خانم، خواهش میکنم. بله بله صداتون هست، میتونید تصویرتون رو فعال کنید اگه تمایل دارید. ببخشید الان اصلا برای من امکان پذیر مشکلی نیست، صداتون رو میشنویم. بفرمید خواهش میکنم. متشکرم، تشکر میکنم از اینکه چنین جلسه برگزار شد. شما پرسید که آیا من تونستم شما به صفحه خیره شدید و سوال پرسیدید آیا احساسی دارم که شما به عنوان سخنران به چشمای من مستقیما نگاه میکنید به عنوان مخاطب یا خیر. من چنین احساسی از 50% بگم 20% چنین احساسی رو داشتم. و سوال بعدیتون استاد همین سوال من همین بود. خواستم حالا شما میگید از اون حالا انگار مثلا اون شکل کاملش نیست، یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا من شما و بقیه حضوری که الان هستم اگه توی کلاس درسی بودیم و من به شما نگاه میکردم یا شما به سایر اعضا نگاه میکردید موقع صحبت کردن، این احساس در درصد بود، ولی تو فضای مجازی این احساس کمتره. از فرمایش شما این هستش، درسته؟ حضوری که احساس اینکه شما در واقع به مخاطب خودتون دارید از طریق وبکمتون نگاه میکنید، این احساس در من 10%، 80%ش میره به صدای شما. من این احساس حضور و احساس فعال بودن رو، یعنی مشارکت در سخن در این جلسه رو، بیشتر این درصد رو به صدای شما میدم تا نگاهتون به مخاطب. یک نکته دیگه که میخواستم عرض بکنم این بودش که ما حالا در اگر به تفاوت‌های برگزاری کلاس‌هامون در کلاس‌های حضوری و کلاس‌های مجازیمون دقت بکنیم، خب می‌بینیم که اون حس مکان، اون حس مکانه بیشتر در آموزش در واقع
در آنلاین و در واقع مجازی در ما نسبت‌های متفاوتی داره. ببینید ما در آموزش در آموزشی که در به حضوراً در کلاس قرار داریم همه ما توی یک سیاره هستیم. من اینو در حالی که وقتی که من پشت کامپیوتر خودم نشستم، من تو سیاره خودم قرار دادم با ویژگی هایی که خودم برای مکان خودم تعریف کردم، اون دفتر یادداشتی که جلوی خودم میگذارم، اون در واقع پنجره‌ای که روبروی من هست، من ازش انرژی میگیرم. در صورتی که این احساس ممکنه که چنین در مکانی که همه ما در یک کلاس جمع هستیم چنین در واقع این حس اشتراکی در همه ما اتفاق بیفته. و میخوام بگم که این حس مکانه در آموزش مجازی باعث میشه که ما حس‌های متفاوتی رو داشته باشیم، در حالی که من ممکنه در یک مکانی باشم که پر از تنش باشه، یک شاگرد دیگه، یک دانشجوی دیگه میتونه در آرامش باشه. و نکته ای که مهمه اینه که ما باید تجربه های زیسته دانشجویانمون رو مد نظر قرار بدیم و در واقع به این نکته توجه بکنیم که این مثل همون کوه یخه میمونه. احساس حضوره، اون قسمتی که بر روی ما مشاهده میکنیم همون در واقع صدای دانشجومونه یا تصویرشه، در حالی که اون قسمتی که زیر آب قرار داره، زیر اقیانوس قرار داره، یعنی اون درصد بیشتر اون حس حضوریه که دانشجوی ما در خونه خودش و در مکانی که در اون قرار داره احساس میکنه. بهتره که ما به عنوان یک معلم، به عنوان یک استاد، به عنوان یک سخنران این نسبت ها رو درک بکنیم. نکات زیادی داشتم برای صحبت کردم، متاسفانه در مکانی قرار دارم، در جایی هستم که هم تمرکزم یکم مختل شده و همین که یادآوری و مرور اون نکاتم باز برام ایجاد مشکل میکنه. به همین خاطر ازتون دعوت پیشنهاد دارم که جلسه بعدی رو اختصاص بدید به تجربیات حالا دانشجویان. و باز تشکر میکنم از اینکه این زمان رو اختصاص دادید که من هم حالا صحبت و نکات خودم رو عرضه کنم. متشکرم ازتون. خیلی خیلی ممنونم از صحبت جالب شما. این نکته‌ای که گفتید واقعا جالب بود. خانم دکتر خدمت شما هستیم. آقای دکتر احمدی هم الان یک کاری رو در این فاصله انجام دادن که دیگه میتونیم خدمت شما و آقای دکتر باشیم. بفرمایید خانم. خواهش میکنم آقای دکتر. من فقط میخواستم تاکید بکنم روی صحبتی که دوستمون عرض کردن، از این جهت که تجربه ما به عنوان حالا اون کسی که داره یک فرآیند رو رهبری میکنه، وقتی در کنار تجربه فردی قرار میگیره توی این فضا که اون هم دیگه قرار مدیریت بکنه اون فضا رو، یعنی ما دیگه قائل به این نیستیم که یک دانشجو بدون عملیات در این فضاها میتواند ما رو به کیفیت برساند، نه اصلا چنین چیزی وجود نداره. و قطعا پیشنهاد به جهت این که خب این حس ها، این مواردی که وجود داره، چون توی این پژوهش یکی از کدهایی که به ذهنم اومد با صحبت دوستمون این بود که هیجانات دانشجوهای ما برای ما مشخص نیست. این شاید بزرگترین چالش ماست. در کلاس حالا یک زمانهایی رو ما میذاریم، یک زمانهایی اصلا این رو حس میکنیم خودمون، اما اینکه چطور در این فضاها میتواند اتفاق بیفته که البته نظریه‌ای داریم که میگه ما اون قوانین ارتباط فرد به فرد رو به فرد با کامپیوتر میایم در حقیقت تطوری میدیم، اونجا میایم استفاده میکنیم. حالا چطور میشود این فضاها رو اول فهمید، درکش کرد، چرخ و بستش کرد، ازش یک توصیف درستی داشت که همین باز تجربه هایی که یادگیرنده ها دارن و بعد حالا برنامه ریزی کردن و مدیریت کردن برای این فضا. خیلی متشکرم. من عرض ندارم آقای دکتر، بفرمایید آقای دکتر احمدی اگر نکته ای رو. ممنون از نکات خیلی خوبی که اشاره شد. من دو تا مفهوم رو میگم که حالا بیشتر تو ایده تخصصی فلسفه فناوری هست، به ویژه گونه
به هر حال نمود شناسانه اون. ما یه اصطلاحی داریم به اسم مالتی استیبیلیتی که ناظر بر اینه که به هر حال هر فناوری فقط یک کاربرد نداره، میتونه کاربردهای مختلفی داشته باشه. حالا وقتی میگیم فناوری ممکنه هر ابزاری باشه که به هر حال سازه دست انسان هست، ساخت دست انسان هست. مثلا شما یه لیوان شیشه‌ای رو برمی‌دارید باهاش آب می‌خورید، همون لیوان رو میتونید خاک بریزید داخلش به تبدیلش کنید به گلدان خیلی کوچیک. همون لیوان رو شما میتونید بزنید بشکنید و باهاش یه نفر رو مثلا بکشید. میخوام بگم که فناوری‌ها به این شکلن، یعنی همه فناوری‌ها کاربردهای تکی ندارن و توی بسترهای مختلف میتونن کاربردهای مختلفی داشته باشن. به ذهن من وقتی ما میگیم استاد در فضای مجازی، در فضای واقعی نیازمند این هست که به روش‌های تدریس، به ویژه روش‌های تدریس فعال مجهز باشه، توی فضای مجازی هم استاد ما باید مجهز به این باشه که بتونه این کاربردها رو تشخیص بده و به گونه این کاربردها رو سامان بده که برای مقاصد آموزشی استفاده بشه. مثلا من نوعی کمی الان دارم این آموزش رو حالا توی این فضا دارم درک میکنم، در این حال میتونم مرورگر خودم رو باز کنم و فقط کافیه دو تا کلمه رو بزنم FA و بلافاصله فیسبوک اون بالای تب مرورگر من میاد و به راحتی من میتونم وارد فیسبوک بشم و وارد فضای دیگه بشم. این یعنی یک کاربرد دیگه این فناوری دارم استفاده میکنم. چقدر خوبه که ما به عنوان یه استاد، اونایی کسی که داره آموزش ها را ارائه میده، از این کاربردهای چندگانه فناوری آگاه باشیم و بتونیم اونو سامان بدیم در مسیر خودمون. مفهوم بعدی مفهوم ترانسپرنسی هست یا همون شفافیت. شفافیت وقتی رخ میده که شما فناوری دیگرات مزاحم نیست، فناوری میاد تو ذهن شما به عقب کشیده میشه، جزئی از شما میشه. مثلا تجربه فردی که عینک رو به چشم میذاره، بعد یه مدت عینک رو دیگه تو چشمش احساس نمیکنه، انگار جزئی از بدن اون شده. میخوام بگم فناوری ها هم تو آموزش مجازی همین حال رو دارن، همین حس رو دارن و در حال شما میتونی این فناوری رو جزئی از خودت بکنی وقتی که عوامل مزاحم رو حذف بکنی تو آموزش مجازی. چقدر خوبه ما تو فضای مجازی که داریم آموزش میبینیم تو همین سامانه عوامل مزاحم رو حذف بکنیم. مثلا یکی از عوامل مزاحم میتونه کندی سرعت اینترنت باشه. وقتی سرعت اینترنت کند میشه، صدای شما بریده بریده به من میاد، من ناچارم که برم به یه جای دیگه، به یه صفحه دیگه یا از اون آموزش خارج بشم. چون زمان خیلی محدوده من نمیخوام اینا رو توضیح بدم. فقط یه لینکی رو من دسترسی برای همه ایجاد کردم. این لینک رو شما وارد بشید، من صفحه رو به اشتراک میذارم. نظرات خودتون بذاریم که چطوری ما میتونیم توی آموزش مجازی تعامل و مشارکتی بیشتری ایجاد کنیم. خودتون اتکت بزنید با رنگ مختلف. بله 3-4 نفر دیگه وارد شدن. من ببینید اینجا دارم من میبینم این افرادی که وارد شدن. بله چندین نفر وارد شدن. خب از این ابزار استفاده بکنید، از این یاد داشته بردارید و نظر خودتون رو بنویسید. حالا مهم نیست که چی بنویسید، یه چیزی بنویسید که این مشارکت شما رو ما ببینیم اینجا. بله ببینید افراد مختلفی وارد شدن. بله خب بله بله تعداد کمتر فراگیران. بله احسن میتونم جا به جا کنن بذارن اینجا هستن موارد خودشون رو. خب نه پاک کردید دیگه این صفحه رو، من ویرایشگر گذاشتم شما را. شما میتونید کاری هر کاری انجام بدید، مثلا مشارکت بهتر. شما برچسب بذارید برای من. چطوری میتونید مشارکت بهتر رو داشته باشید؟ من این مشارکت رو میذارم اینجا، شما از این یادداشت‌ها بردارید یا از این ابزارها استفاده کنید برای من بنویسید چطوری میتونید مشارکت بهتر داشته باشید. این ابزارهایی که این کنار هست الان من دارم میبینم کلی فرد وارد شدن و دارن این
تابلوی من رو میبینن. به راحتی میتونن از این بله کانال‌های ارتباطی متعدد هستن، ایشون الان وارد کردن اینجا، میتونن حتی تغییر بدن جایگاه خودشون رو. باز دوباره نظر بدید. ببینید ایشون نمیدید من هم میتونم شما رو به عنوان نظر دهنده تغییر بدم، هم الان باز دوباره تغییر بدم، هم میتونم به عنوان نظر دهنده هم به عنوان ویرایشگر شما رو انتخاب کنم. مثلا من این سفر رو اینجا هم رسانی کردم، گفتم که همه بتونم به صورت ویرایش دهنده نظر بدم. خب ببینید افراد زیادی وارد این بورد شدن و حالا اگر به این بورد آشنا باشن قطعا میتونن نظرات خودشون رو به اشتراک بذارن داخل این بورد به راحتی. شما یه سوالی مطرح میکنین این وسط، خب افراد دیگه‌ای که وارد این بورد شدن پاسخ میدن به این سواله. بلافاصله این صفحه برای همه اونایی که وارد شدن قابل نمایش هست و همه میبینن که به چه شکل هست. خب من به همین مقدار بسنده میکنم و مجددا تشکر میکنم از آقای دکتر زرقامی و خانم دکتر محمد حسنی که مقدمات برگزاری این نشست رو فراهم کردم. امیدوارم تداوم داشته باشه و ما بتونیم تجارب رو با همدیگه به اشتراک بذاریم و بتونیم در مسیر بهبود کیفیت آموزش مجازی در واقع گام برداریم. خیلی متشکرم. بله ما هم از شما سپاسگزاریم آقای دکتر. من خودم اونجا میتونستم مشارکت کنم روی اون تخته ای که شما به اشتراک گذاشته بودید. خب این هم یه باز یک تجربه بود. دوستان ملاحظه بفرمایید ساعت 12 یه دقیقه هستش، ما یه چند دقیقه، یه 5 دقیقه میتونیم بخوام دکتر فرصت بدیم که یه جمع‌بندی از این داشته باشن از این جلسه و در واقع نشست بعدی رو هم امیدواریم بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم. خانم دکتر محمدحسنی خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی نشست امروز. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زرقامی، از حضار محترم بزرگوارانی که در جلسه حضور داشتن سپاسگزارم. در ابتدای جلسه زمانی که این رو خدمتون عرض کردم که وقتی ما چالش ها رو بررسی میکنیم میبینیم خیلی از اونها به مواردی برمیگرده که اگر ما کنار هم دیگه بتونیم از تجربیات موفق استفاده بکنیم، مواجهه ما با این فضاها به گونه‌ای بسیار مثمر ثمرتر و بسیار اثر بخشتر خواهد بود. همین هدف سبب شد که این نشست برگزار بشه تا اون تجربه هایی که برای ما کار کرد، برای ما جواب داد، به این خاطر که ما تونستیم یک رضایت شغلی به عنوان مدرس معلم و یک رضایت در یادگیرنده هامون به عنوان افرادی که در این فضا حضور دارن رو به دنبال داشته باشه، پس با این حساب این تجربه میتونه برای خیلی از افراد دیگه کمک کننده باشه. وقتی میگیم کمک کننده، چون میبینید باز همین رو خدمتتون عرض کردم، ما با یک اجبار وارد یک فضایی شدیم که این اجبار از یک جهاتی خب خیلی همه چیز رو به هم ریخت. شاید اولین موردش اون چالش‌های زمانی که برای ما به دنبال داشت، ولی چون آینده یادگیری به سمت یادگیری‌های تطبیقی پیش خواهد رفت، پس این تجربه‌هایی که کسب شده میتونه یک فرصت باشه. هر زمان یک فرصتی برای یادگیری و یک تمرکز در خودمون، یعنی یک هدف گذاری در خودمون که این موقعیت ها میتواند موقعیت های یادگیری برای ما باشه، چالش ها رو برای ما هضمش رو بسیار راحت تر میکنه. و یکی از اونها شاید شنیدن همین که من این چالش رو داشتم و این شکلی باهاش روبرو شدم، که همون تجربه های موفق ما هستش، سبب شد که این نشست در حقیقت برگزار بشه. من از تمامی شما بزرگواران سپاسگزارم برای حضورتون و امیدوار هستم که حالا با روزی هایی که دوستان بزرگوار زرقامی و سایر همکاران انجام میدن بتونیم نشست هایی به صورت سلسله بار داشته باشیم که این تجربه ها به اشتراک گذاشته بشه. آقای دکتر من عرضی ندارم، ضمن اینکه مجدد از همکاری شما و همکاران در دانشگاه و دانشگاه بسیار سپاسگزاری بکنم. بله من هم از شما سپاسگزارم و همه عزیزانی که در جلسه حاضر بودند.
همگی رو به خدا به بزرگ می سپارم. لطفا مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار همگی.